پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بد سلام میکنم بینندگان و شنوندگان و مهستان و خارج از مهستان و شاد باش عید نوروزی. آغاز میکنیم برنامه این هفته. من عباس دانشور هستم، از طرف مدیریت مهستان نشست امروز را اداره خواهم کرد. این نشست مانند هر یک شنبه به طور زنده از کانال ماهواره‌ای میهن تیوی پخش می شود. موضوع این برنامه بررسی سخنان شاهزاده رضا پهلوی می باشد که اخیراً با جمعی از ایرانیان ساکن اتریش داشته است. فایل صوتی بخشی از این سخنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجب بحث و تحلیل و تفسیرهای زیادی شده و واکنش‌های متفاوتی را به وجود آورده. شاهزاده رضا پهلوی شاید اولین شاهزاده ایرانی باشد که به موروثی بودن سیستم پادشاهی پشت پا می‌زند. او در این مورد خود را یک شورشی می‌نامد. می‌گوید من به هیچ وجه نمی‌خواهم هیچ مقامی را در حکومت و یا بخشی جبری و سیاسی به عهده بگیرم. او خود را یک شهروند عادی جمهوری‌خواه می‌نامد. این تصمیم ممکن است صدای بعضی از جمهوری خواهان متفاوت را خاموش کند یا بعضاً خوشحال کند، اما پرسش اینجاست آیا اپوزیسیون از این پس وارد یک همگرایی عمومی می شود یا دچار پراکندگی بیشتر و یا هیچ یک از این دو. شاهزاده رضا پهلوی همیشه در گفتار و نوشتار خود به پرنسیپ های دموکراتیک وفادار بوده. این امر از نظر مخالفین نظام پادشاهی در هر شکل و شیوه‌ای نیز پوشیده نیست. دیدیم که در جنبش‌های آبان و دیما هم طرفداران بسیار ایشان او را در خیابان‌ها صدا زدند. بدون شک نظرات اخیر شاهزاده پرسش‌های زیادی را در میان اپوزیسیون به وجود آورده. با در نظر گرفتن این واقعیت که نکبت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران از یک طرف و از طرف دیگر موقعیت برجسته شاهزاده در میان بخش‌های بزرگی از اپوزیسیون و مردم ایران و آشنایی و ارتباطات او با الیت سیاسی کشورها، این پرسش مطرح شده که بهتر نیست که ایشان با استفاده از موقعیت برجسته خود در راه یک همگرایی عمومی در جهت براندازی جمهوری اسلامی تا رفراندوم مجلس مؤسسان از جایگاه خود کنار نکشند و شاید هنوز کنار نکشیدند. آیا شاهزاده از پراکندگی اپوزیسیون ناامید شده؟ آیا زندگی مرفه در جامعه دموکرات را بر وارد شدن به حوزه سیاسی ترجیح داده؟ آیا انتظارات طرفداران دموکرات پادشاهی پارلمانی از او دیگر محلی از اعراب ندارد؟ پرسش این است که از این پس شما چه خواهید کرد ای شاهزاده؟ دوستان حاضر در جلسه، پس از شنیدن قسمتی از صدای صوتی سخنان شاهزاده که پخش خواهد شد، می توانند با شماره 1 به طرح پرسش یا دیدگاه خودشون بپردازند و پرسش های مخاطبان مهستان از هر کجای جهان نیز به طور همزمان از طریق پیامگر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال واتساپ توسط خانم قیاسفند منتقل خواهد شد.
من مشفق هستم که اول از خودم شروع میکنم. من هرگز حاضر نیستم یک آقا بالاسر داشته باشم، چه برسه به اینکه برای دیگران آقا بالاسر بشم. باز این فرهنگ فرد محوری بازی خارج بشیم دوستان، بدیم دنبال سیستم محور کردن مثلا، که ما نهادها رو تقویت میکنیم. فرد مهم نیست، نهادها و ساختارها مهم هستن. با تا زمانی که بخوایم گوسفندوار عمل بکنیم، سرکله چوپان ها هم پیدا خواهد شد. آیا واقعا این هست آینده کشورمون؟ من به این مسئله اعتقاد ندارم. من اساس دموکراسی رو بر مبنای جمهوریت میبینم. یعنی چی؟ یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشون و حکومت بر خود، بر مبنای انتخابات، بر مبنای تعیین کردن مسئولیت و دادن پروانه به کسانی که باید در مقابل این رأی پاسخگو و مسئول باشن. من فکر میکنم که ما باید برسیم به اون مرحله‌ای که نهادهای سنتی رو مبنای حکومت الزاماً قرار ندیم. من در واقع میخوام بهتون بگم که در مقابل آنچه که باور دارید میراثارش هستم، خود من ربل هستم. چرا؟ برای که اگر از من بپرسید، من یه سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. برای اینکه یک دوره مشخص انتخاباتی پیش بیاد به کسی مسئول است. منکر این نیستم که شاید برای بعضی فرهنگ ها شاید یه نماد سمبولیک لازمه باشه، ولی به عنوان دموکرات نمیتونم توجیه بکنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به مفهوم سمبولیک میتونه یه مبنای موروثی داشته باشه. بایستی یک نوع مبنا انتخابی داشته باشه. اگر روزی برسیم که نهاد پادشاهی یا سامانه پادشاهی برای کشوری مثل ایران همچنان لازم هست، چه اشکالی داره که این مبنای مسئله انتخاب یا پیشنهاد یک فرد شایسته برای این مقام باشه؟ نه الزاما بر مبنایی که اگه کسی پدرش یا مادرش کادری بود فردا قرار این مسئولیت رو داشته باشه بر مبنای بروز. من نمیتونم به عنوان یک دموکرات این مسئله رو برای خودم توجیه کنم. یک جای ما باید بتونیم یه بند نافی رو قطع بکنیم، بریم در جهت آنچه که معنیدار هستش برای جامعه. تعارف با هم دیگه نداریم دوستان. من اولیش هستم که میتونیم. این به دلیل نیست که پدر بزرگ من چه کرد در ایران، پدر من چه کرد در ایران، دیگر پادشاهان مملکت در ایران چه کردن. ولی من از شما به عنوان ایرانی میپرسم، آیا ترجیح نمیدید بگید که هر کسی توی مملکت مسئولیت داره بر مبنای انتخاب من و شایستگی اون فرد هستش و ناقه؟ آیا این ظرفیت رو در خودتون به عنوان یک انسان آزاده میبینید یا نمیبینید؟ اگر نمیبینید که من دیگه با شما بحثی ندارم، ولی اگر میبینید، این هم اولین قدم در جهت یک فرهنگسازی نوین است. برای همینه که بهتون میگم شکل نظام رو نهایتا مردم تعیین کنند، ولی مبنای اون نظام همچنان باید دموکراتیک باشه. من 40 سال عمرم رو نیومدم تلاش بکنم که به یه چیز ناقص برگردم. اینو از من داشته باشید. ممکنه خیلی خوششون نیاد، اشکالی نداره، آزادی بیانه بالاخره. ولی من وجدانن اخلاقا مکلف هستم حقیقت و باور واقعی و راستین خودم رو به شما بیان بکنم و به تعبیر دیگران واگذار نکنم. این حرف من هست با شما دوستان، این تعهد من هست به شما دوستان. من به هیچ عنوان دنبال هیچ پست و مقامی نیستم، دلیلم دارم، دلیلشم بهتون گفتم. برای که میخوام اون آزادی رو داشته باشم، یک که توی قفسی چپونده نشم، آزاد باشم، با هر ایرانی هر زمان آزادی حرفمو بتونم بزنم و حرفش رو بشنوم و بر مبنای اون واقعیت ها ببینیم که چگونه میتونیم مملکت رو پیش ببریم. آدم مدیر و صالح برای اداره امور کشور خیلی زیاد خواهم بود در آینده، در این هیچ بحثی نه. نصفشون در دنیا دارن خیلی از ادارات و سازمان ها و تشکل ها رو مدیریت میکنن و اداره میکنن. هیچ دلیل نمیدم که این تیپ افراد نتوان فردا در آینده آزاد کشورشون همین کار رو انجام بدن. برای همینه من با هیچ نیرو و گروه و جریان هیچ رقابتی ندارم. من که ازن دغدغه من اون نیست. دغدغه من پیشرفت مملکت هست و نهادسازی است و فرهنگسازی است و آنچه که لازم هست که در یک جامعه آزاد و مترقی و سکولار چه نوع مسائلی باسی جا بیفته فراتر از کارهای اداری و دولتی و ساختاری که کمک میکنه. و همه مهمتر تقویت جامعه مدنی است به نظر من که در ابتدای کار به این مسئله میتونه رسیدگی بکنه.
حرف من اینه دوستان. این تجربیاتی که من در این 40 سال زندگی در کشورهای آزاد دموکراتیک جهان کسب کردم، ولی به کشور خودم میخوام. منتها به دست ایرانی، نه متکی به خارجی. این فرهنگ سازی دست من و شماست. دلیل من نیست که بشینم توی یه دفتری با وزرای مربوطه نمیدونم سیاست روز خارجی یا نفتی یا اداری کشور رو تعیین بکنم. اصلا دغدغه من این هستش که اگر اون کارگر یا اون پرستار یا اون دانشجو یا اون کشاورز یا هر کسی مشکلی رو میبینه، بدونه که یه کسی هستش که دوشا دوشش فایستاده، این بار این وره نرده، نه در موضع حکومت ویزاوی مردم، بلکه درست برعکس همراه مردم در مقابل با و طالب پاسخ از مسئولین اداره حکومتی در جایی که ممکنه نقصی یا ایرادی یا کمبودی باشیم. استیضاح به مفهوم اصلی کلمه. دغدغه من و علاقه من اونه. دلتون رو خوش نکنید که حالا ایشون به عنوان وارث تاج و تخت فردا میده میشه تو کاخ سعدآباد، سالی هم یه دفعه میاد یک افتتاح مجلس میکنه و یه پیام نوروزی هم میده برای میره پیکاچ. اطلاف اون ارزشیست و تجربه است که من میتونم در اختیار جامعه بذارم. اونجا حیف میشه. اما میره فارغ از این فیلم. ببخشید دوست دارم یه چیز خیلی واضح بهتون بگم. اگه ما طرفدار حقوق بشر هستید، فکر نمی کنید که تحمیل کردن یک وظیفه سنتی و سمبولیک به خانواده ای نقض حقوق بشر اون فرد و افراد خانوادهش میتونه باشه؟ ابتدا به ساکن. اختیاری نمیتونه باشه؟ قبول مسئولیت صورتیه؟ تحمیلیه؟ یه ذره فکر کنید راجع به مسئله. آیا میخوایم به دنیا بگیم که ما یه مملکتی هستیم که هنوز یه کسی رو میکنیم آقا وارسر خودشون و اون نقشم تازه بهش تحمیل میکنه و اسمش رو میذاریم فرهنگ؟ بیتعارف میگم بهتون، یه ذره فکر کنیم راجع به مسئله. اما میتونیم بگیم چرا ما ایران یه کشوری هستیم که برای اولین بار میایم میگیم که چه جمهوری چه پادشاهی، ما این نهاد رو بر مبنای انتخاب یا پیشنهاد شایستگی یک فرد قرار میدیم بنا به قبول این مسئولیت توسط اون فرد، حالا چه میخواد کاندید نخست وزیری باشه یا رئیس جمهوری باشه یا فرض بکنید یه پادشاهی در آینده میتونیم تعیین بکنیم. برای من اون چیزی که ایکولایزر هستش مبنای انتخابی اون نهاد هستش در شکلش. ولی اگه بگیم پادشاهی موروثی در مقابل جمهوری انتخابی، قطعا بدونید که من تو کمپ جمهوری خواهم هم. به این دلیل دوباره یک شهروند دارم باتون حرف بزنم و میگم چه مبنا و چه قیاسی است که این فرد بایستی به همچین مقامی رسیده باشه. کما این که من فکر کنم هیچ مقامی در کشور ما قابل دسترسی هیچ ایرانی نبایستی نباشه، البته به شرط که اون فرد قابل باشه و شایستگیشو داشته باشه. آنچه که به جامعه این امکان میده که کوچکترین تبعیضی یا استثنایی یا امتیاز خاصی قائل نمیشیم، تحمیل نکردن یه چیزیست که مبناش همچنان یک مبنای انتخاب آزاد نباشه یا شایستگی یا به اصطلاح قابلیت اون فرد در هر پست و مقامی ولو اینکه سمبولیک باشه. این عقیده من از روز این تجربه این 40 ساله من و تفکر و رشد تکاملی فکر من بوده که منو به اینجا رسونده. البته اینم یک نظر شخصی است، به هیچ عنوان تحمیل نمی کنم، انتخاب چند نهایتاً با جامعه است. ولی نه من یه نقش تحمیلی رو قبول خواهم کرد و به تو دارم میگم من ترجیح میدم که اگه قراره یک مقام سمبولیک داشته باشیم، مبنا چه مبنایی باشه که نهایتاً مردم درش تأثیر گذار باشه. این میتونه در هر دو فرمش باشه دوستان، چه در فرم جمهوریش چه در فرم پادشاهی. حتی من پیشنهاد داده بودم به یه عده‌ای که اگه ما بخوایم یه چیز کاملا جدیدی رو که در واقع یک فیوژن هست بین جمهوری پادشاهی، اگه چنانچه همچین مقامی لازم داشته باشیم، اصلا نه اسمشو میذاریم پادشاه، نه اسمشو میذاریم رئیس جمهور. میتونیم رئیس دولت رو یا حکومت رو بذاریم دولتبان و اون کسی که اون نقش سمبولیک نماینده کشور رو بدون مسئولیت اجرایی قرار همچین نقام داشته باشیم اونو میذاریم میهنبان، نمیگیم پادشاه، نمیگیم رئیس جمهور.
اصلا دعوای جمهوری پادشاهی اینجوری میتونه از بین بره. یه فیوژنی هست بین هر دو. ولی من بحث خودم رو در این مورد به شما دوستان در میون گذاشتم. حداقل بدونید که من از چه دریچه و از چه نظری دارم نظرات خودم رو بیان میکنم و چه نقشی اگر قرار باشه داشته باشم یه روزی برای خودم میبینم و قبول خواهم کرد و چه کاری رو نخواهم کرد. اون رو هم بهتون دارم میگم خیلی شفاف و بدون رودرواسی و روپراست. دوستانی که میخوان صحبت کنن لطفاً وقت بگیرن با شماره 1 و از خارج هم خانم قیاسمند گرامی ارتباطات رو برقرار میکنن. آقای حسن دانشور شماره 1 رو زده نفر اول، شما میتونید شروع کنید. خیلی ممنون. درود میفرستم به هموندان گرامی حاضر در نشست و شنوندگان بینندگان برنامه در هر کوچه دنیا که هستن. پس از شنیدن سخنان اخیر شاهزاده امینجا و همینطور خوندن نظرات ایشون در کیهان لندن که فکر کنم بعد از این بوده، به نظرم میرسه که چند نکته را از میان اونها انتخاب کنم برایشون صحبت کنم و یکیش در واقع تأثیر احتمالی این سخنان خواهد بود در روند سیاسی موجود، یعنی گذار از جمهوری اسلامی، و در این وسط نقدی هم بر برخی از نقطه نظراتشون خواهم کرد. ولی لازم میدونم قبل از هر چیز بگم که این حق مسلمه ایشونه که هر انتخابی میخواد بکنه و من به من و به هیچ کس دیگر هیچ ارتباطی نداره که بخوایم در این تصمیم گیری ایشون در واقع اما و اگری بذاریم. این از آزادی فردی ایشونه و از حقوق مسلم ایشون به هر کس دیگه است. بنابراین ما در قبال انتخاب ایدئولوژی فردی هیچ بحثی نداریم. اما چون این مقوله و این بحث ها تبدیل شده توی مدیا و تبدیل شده بحث روز و توش یک نکات تئوریکی هم از طرف شاهزاده تر میشه، من ناگزیرم عقیده خودم راجع به اینا بیان کنم. اگر ما به تاریخ 200 ساله گذشته در جهان نگاه کنیم، شاید تا جایی که من میدونم این اولین موردی است که یک جانشین حکومت پادشاهی که اعتبار نسبی هم تو جامعه داره به نوعی بر علیه خودش قیام میکنه، خودش هم میگه و خواهان در واقع سپردن قدرت به مردم دموکراسی، البته از شکل ترجیحش شکل جمهوری است. واقعیت هم اینه که حتی در پیشرفته ترین کشورهای با سیستم پادشاهی پارلمانی علت ماندگاری نظام پادشاهی در واقع وضعیت نیروهای اجتماعی بوده که در نهایت و با توافقی که بین اون نیروها انجام شده به این شکل در آمده، اما به صورت سمبولیک و نهاد ملی. این نهاد ملی در واقع محصول یک توافق بوده، در واقع اینم محصول میشه گفت توانمندی روشنفکران این جوامع بوده، کشورها بوده و همینطور در کنارش خیرخواهی پادشاهایی بوده که به هر حال صلاح رو در آشتی دادن حد اکثر افراد جامعه و همراهی با اونا برای گذار به دموکراسی، حکومت قانون و غیره رو میدونستن. یه جایی هم که پادشاه مخالفت کرده، نتیجه داستان به جای گذار آرام به دموکراسی و حقوق انسانی کشتار، انقلاب و از بین رفتن حتی سر پادشاه میشه، سیر گیوتین، نمونهش کشور فرانسه است. امروز حقایق آماری در تمام زمینهای پیشرفت اجتماعی در واقع نشون میده که اتفاقا رفاه، سلامت، آزادی و در یک کلام خوشبختی مردم در اکثر این کشورها، یعنی کشورهای با نظام پارلمانی پادشاهی، بالاتر از حدی است که مثلا در جمهوری‌های مثل امریکا و یا فرانسه موجوده و همینطور برعکس تناقضات و مشکلات اجتماعی سیاسی در اونها بسیار کمتره. اما از این مقدمه بگذاریم، بریم به برگردیم به کشور خودمون و ببینیم اوضاع در اینجا چگونه است. این در واقع یک واقعیتیه در برابر چشمای ما که ملت ایران در سال 57 به سلطنت دودمان پهلوی پشت کرد
و اجازه داد یک دیکتاتوری مذهبی توتالیتر برش حکومت کنه. من اینجا اصلا قصد ورود به دلایل این جنون ملی ندارم. حتی سالهای زیادی بعد از استقرار جمهوری اسلامی همچنین چندان عنایتی به دودمان پهلوی از طرف مردم نشون داده نشد، حتی در جنبش سبز. اما در چند سال اخیر و با برآمدن جنبش‌های جدید در شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک ایران می‌بینیم که یه چرخش معینی در نگرش و بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران نسبت به این امر دیده میشه. و این چرخش ما با شعارهای متعددی که به حال دال بر حمایت از دودمان پهلوی است به رأی و عین می‌بینیم. البته فهم این چرخش به گمان من چندان دشوار نیست. این تحول و این چرخش در نگرش مردم ایران در واقع نتیجه کارکرد عقل عملی مردمه و نتیجه یک مقایسه ساده بین حکومت پهلوی ها قبل از انقلاب و جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته است. برای فهم بهتر این تحول در این نگرش بایستی ما رفتار گروه های جمهوری خواه توی 42 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی رو هم که مردم در تجربه عملیش باهاش مواجه شدن بررسی کنیم. در واقع این هم یکی از دلایل این چرخش در نگاه مردم ایران به حکومت های پهلوی است. در واقع اکثریت قریب به اتفاق جریانات جمهوری خواه در ایران هم از نوع اسلامیش مثل سازمان مجاهدین خلق، مثل خود جمهوری اسلامی و بقیه، و یا نوع سکولارش مثل انواع اقسام گروه های کمونیستی و یا گروه های قومی جمهوری خواه یا تجدید طلبان جمهوری خواه، همه اینها در واقع عاملی شد که به این تجربه عملی مردم در واقع و تغییر شکل نگاه مردم به گذشته خودشون مؤثر واقع بشه. البته به این مجموعه این عوامل میتونیم عوامل دیگری هم تو حد معینی البته مثل فعالیت طرفداران نظام پادشاهی یا توجه برخی از روشنفکران و مردم عادی به هویت ایران قدیم و یا ایران شهری و یا حتی جدا شدن بخشی از روشنفکران و مردم عادی نیز از حتی اقل ایدئولوژی اسلامی هم میتونه دلایل این قضیه باشه. را از این مقدمه که بگذاریم نگاهی بندازیم به برخی از فرازها و گفته های آقای شاهزاده رضا پهلوی و به نقد اینا بپردازیم. به طور کلی مضمون گفته های آقای رضا پهلوی همینجور که شما الان دیدین در واقع رد دیکتاتوری فردی است، جایی که میگوید ما باید از فرهنگ فرد محوری به فرهنگ سیستم محوری به حال عبور کنیم، و یا جایی که اشاره میکنه که در واقع به پرنسیپ های دموکراسی اشاره میکنه، همه اینها نقدی است که ایشون بر حکومت استبداد فردی داره، در واقع نقدی است که بر حکومت پدر و پدر بزرگم داره. اما یک نکته در صحبت ایشون هست که اشاره میکنه حکومت موروثی پادشاهی رو نمیپذیره. حکومت موروثی پادشاهی نپذیرفتنش اگر به عنوان یک سلیقه باشه هیچ مشکلی نیست و کاملا باید احترام گذاشت. خیلی کسا در حتی کشورهای با سیستم دموکراسی پارلمانی پادشاهی نمیپسندن موروثی بودن، هیچ مشکلی نداره این قضیه. اما اون جایی که ایشون میگه که به نظر میاد ایشون موروثی بودن پادشاهی رو در واقع نقیصه‌ای در دموکراسی میدونه و جایی که میگه پادشاهی باید مبنای انتخابی داشته باشه یا انتخابی باشه، در واقع اشاره به سه جریان یا سه آلترناتیو مختلف میکنه و انتخاب خودش هم خوب بیان میکنه. انتخاب ایشون توی سه آلترناتیو، آلترناتیو اولی که عبارت است از دموکراسی
مبتنی بر شکل جمهوری است. انتخاب دوم ایشون انتخابیش مبتنی بر دموکراسی که درش پادشاه با انتخابات پادشاه میشه. و یک آلترناتیو سومی هست که ایشون خیلی روشن نمیگه و میگه که باید مبنای در واقع انتخابی داشته باشه، که من گمان خودم اینه، حدس من اینه که این انتخاب سوم وقتی میگه مبنای انتخاباتی داشته باشه، شاید منظور رفراندومه، اون چیزی که ما در اون سند چند سال پیش در مهستان هم بهش اشاره کردیم که در واقع با یک رفراندوم مردم تعیین کنن که نظام پادشاهی یا نظام سمبولیک دیگری رو جمهوری رو میتونن. بنابراین من به اون قسمتی که ناروشنه نخواهم پرداخت و میرم به این مقوله که نه تنها ایشون بلکه از برخی از روشنفکران دیگه ایرانی هم غالبا میشنیم که انتخابی بودن پادشاه رو دلیلی بر دموکراتیک بودن نظام یا عامل مهمی برای دموکراتیک بودن نظام برمی‌شمارد. برای که به این مفهوم بتونیم خوب به بررسی مفهوم پردازیم، ابتدا باید مفهوم انتخابات رو در دموکراسی در واقع معین کنیم. یعنی چی در دموکراسی انتخابات وجود داره؟ انتخابات چیز؟ در دموکراسی انتخابات در واقع معنیش اینه که ملت یا بخش‌های مختلف ملت به کس و یا کسانی قدرت خودشون رو برای مدت معینی به ودیعه می‌گذارن. به این ترتیب برنده شدن در یک انتخابات در دموکراسی به معنی برنده شدن سیاسی است، چون قدرتی که این فرد برنده یا افراد برنده می‌گیرن در واقع قدرت مردمه و این معنیش قدرت سیاسیه. در این صورت اگر پادشاه بخواد توسط انتخابات تعیین بشه، یعنی بزرگترین قدرت سیاسی که مملکت داره در دست یک فردی به نام پادشاه گذاشته میشه. این در واقع همون جمهوریه، این همون جمهوری شبیه جمهوری امریکاست و حالا ما اسمشو بذاریم پادشاه در واقع خیلی کاری نکردیم، در واقع همون اسم جمهوری، همون جمهوری رو به اسم پادشاه نامیدیم و این کار درستی هم نیست، برای که پادشاه رئیس جمهور نیست. یه نکته دیگه هم وجود داره و اونی که بسیار از روشنفکران ایرانی و فعال سیاسی هم تصورشون برای اینه که هرچی نهادهای اساسی دموکراسی بیشتر انتخابی باشه، دموکراسی خالص‌تر و حقیقی‌تره. در واقع اینطوری نیست. در دموکراسی لازم نیست و حتی نباید برخی نهادها انتخابی باشه. مثلا نهاد مهم قوه قضاییه در دموکراسی انتخابی نیست، برای که اگه انتخابی باشه معنای استقلال قضایی از بین میره. قوه قضاییه به این دلیل مستقله که بتونه مرزهای قدرت سیاسی رو مواظبت کنه. دقت کنه که قدرت سیاسی از مرزهای تعیین شده توسط قانون اساسی پاش جلوتر نذاره. بنابراین میبینیم که در دموکراسی یک نهاد خیلی مهمی مثل قوه قضاییه کاملا غیر انتخابیه و تشکیل میشه از آدمایی که تخصص خیلی کافی در این زمینه دارن. حتی شما اگر به خود امریکا نگاه کنید، از سال 1789 یعنی ابتدای انقلاب امریکا اینا قرن 18 تا همین امروز 109 قاضی دیوان عالی امریکا یا در اثر مرگ یا در اثر بخاطر بازنشستگی جاشون رو به کس دیگه سپردن. و اتفاقا یکی از مشکلات و انتقاداتی که به سیستم دموکراسی آمریکا هست همینه که رئیس جمهور و یا مجلسین آمریکا دخالت دارن در امر انتخاب این قاضی‌هایی که با این فونکسی و این موقعیت خیلی مهم. دخالت اونا در انتخاب قضات باعث میشه که سیاست در استقلال قوه قضاییه رو کمی مخدوش کنه و این یکی از نقاط ضعف دموکراسی امریکا است. البته امریکا دموکراسی خیلی قدیمیه، اون بیش از 200 سال میشه. بنابراین این مسئله که هر چیزی باید در دموکراسی انتخابی باشه ضرورتا اینطوری نیست و این جزء پرنسیپ‌های دموکراسی نیست. برای همینه که مثلا ما اینجا بارها میگیم که به ظاهر خیلی‌ها میگن یکی از شروط
استقرار دموکراسی در ایران اینه که بعد از سقوط جمهوری اسلامی انتخاباتی برای مجلس مؤسسان قانون اساسی داشته باشه، که این ما بارها به این در این مورد پنداختیم و گفتیم کار نادرستی. حالا وارد بحثی نمیشیم چون اینجا خودش یک زمان و وقت دیگری میتونه. به حال نکته دیگری که میخوام بهش اشاره کنم اینه که تأثیر سخنان شاهزاده رضا پهلوی بر روندهای سیاسی موجود چی خواهد بود و واکنش گرایشات مختلف سیاسی بهش چیه؟ به نظر من تردیدی نیست که مواضع جمهوری خانه شاهزاده اتوریتی اونو نه تنها در میان طرفداران در واقع روشن فکر خودش یا تشکیلات سیاسی پادشاهی خواهی، بلکه در میان پایه‌های اجتماعی خودش هم ضعیف میکنه. خب اگر این ضعیف شدن اتوریتی معنوی شاهزاده رضا پهلوی منتهی به تقویت یک اتوریته جمهوری خواه دموکراتیک میشد در جامعه ما، خب اشکالی نداشت. ولی واقعیت اینه که با توجه به تسلط اقتدارگرایی شدید بر تقریبا تمامی تشکیلات های سیاسی جمهوری خواه ما که بعضی هاشون هم خیلی جوانن، تجربه دموکراسی هم کم دارن، در واقع مشکلی ایجاد خواهد کرد. اون مشکلی که گذار به دموکراسی رو دشوارتر خواهد. البته من مطمئن نیستم که شاهزاده تصمیم نهایی خود چو گرفته و اونقدر اطلاعی ندارم که حتما وارد مقولات جمهوری خواهی بشه و یا به تشکیلات جمهوری خواه شرکت کنه، ولی من فکر میکنم روشی که شاهزاده تا قبل از این سخنرانی گرفته بود، یعنی بعضی از منتقدان بهش میگفتن که ایشون بین دو صندلی نشسته، به نظر من شاهزاده اگر روی هیچ صندلی نمیشست و یا نشینه، به این معنی که هیچ رابطه تشکیلاتی معینی با هیچ تشکیلات سیاسی نداشته باشه، برای که پادشاه، البته اگه ایشون بخواست پادشاه باشه و بخواد پادشاه باشه، پادشاه در واقع نمادین بخواد بشه، میتونست امر گذار خیلی راحت به پیش ببره. به این معنی که ما حتی در مهستان، اگر خاطرتون باشه دوستان، یک بار فکر کنم از جانب آقای نوری‌علا بود که مطرح شد که شما به جای ایجاد ققنوس سیاسی، ققنوس البی، بیاید ققنوس سیاسی تشکیل بدید. معنای این حرف به نظر من اینه که از اونجایی که پادشاه سمبولیک پادشاهی است که هیچ جانبداری سیاسی رو از خودش نشون نمیده و از اونجایی که دوران گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک یک دورانیه که قدرت سیاسی یا اتوریتی سیاسی بیطرف بادش باشه، این کاملا با نقش بیطرف پادشاه در تطابق بود، یعنی پادشاهی که در یک دوره قبل از دموکراسی، شاهزاده اینجا بگیم بهتره، که در یک دوره قبل از دموکراسی به سر میبره و این حق طبیعی و انسانی و ملیشه که به ملت ایران کمک کنه در بیرون رفتن از این انسداد سیاسی خطرناک، هیچ انتقادی برش از نظر اصول و پرنسیپ‌های دموکراسی نیست اگر این پروسه رو به طور درست و عدم جانبداری از این اون به پیش ببره. به صورت ما، من برای آخرین نکته یک نکته مهمی یادم اومد بگم که ببینید وقتی پادشاه انتخابی بشه یک اشکال دیگه به وجود میاد که من فراموش کردم بگم، و اون اینه که شما فرض کنید که دو سه و یا چند نفر کاندیدای ریاست پادشاهی بشن. کاندیدات شدن آدم‌ها برای انتخابات مبتنی است بر یک سری قول‌های سیاسی مردم، چون شما قول‌های فرهنگی که نمی‌دین که مردم به خاطر فرهنگ یا گذشته که کسی انتخاب نمی‌کنه، انتخابات همیشه مفهوم سیاسی داره. وقتی که پادشاه‌های کاندیداهای پادشاهی مختلف قول‌های سیاسی بخوام بدن، در جهت پادشاه شدن نماینده تمام ملت نیستن، نماینده اون بخشی از ملتن که بهشون رأی داده، و اینجاست که این در تناقض با پادشاهی در واقع سمبولیک، پادشاهی که نقش ملی و نقش در واقع فراحزبی رو بازی میکنه. و آخرین مطلبی که میخوام بگم مربوط میشه به مقوله گذار و نقشی که شاهزاده رضا پهلوی میتونه توش بازی کنه. ما دو جور گذار میتونیم پیش بینی کنیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، بعد از کنار برکنار رفتن، سرنگونی، قیام، هر چیز رو بذارین. یک گذار آرام، یک گذار نارام. وقتی میگم گذار آرام، منظورم از اون لحظه ایست که
جمهوری اسلامی افتاده به هر طریقی به بعد تا رسیدن به حکومت و دولت دموکراتیک. اینجا اینم توضیح بدم چون ما میدونیم که خیلی آدمای مولانا قطعی الان خواهند گفت که این خواهان اینه که جمهوری اسلامی خودش بره کنار. خیلی این نافی این امر نیست که مردم ایران قیام کنن یا حتی دفاع مسلح نکنن، به خاطری که این امر مربوط میشه بیشتر به خود حکومت، به انعکاسی که از خود حکومت، اگه حکومت تجزیه نشه و خیلی محکم بمونه قطعا درگیری های نظامی قیام همه چی ممکنه قابل پیش بینی بشه. اگر بخش های عاقلی تو حکومت باشن و کمک کنن به فروپاشی جمهوری اسلامی، این امر خیلی ساده تر و با هزینه های خیلی کمتری انجام خواهد شد. به صورت منظور از گزارارام اینه که اگر حکومت افتاد، یک، بروکراسی و ارتش باقی بمونه، این شرط گزارارام. و اینجا نقش یک آدمی مثل شازده رضا پهلوی نقش خیلی تعیین کننده میتونه باشه، به خاطر که ما در سپهر سیاسیمون همچی آدمی با چنین برد اخلاقی و معنوی در جامعه رو نداریم. کسایی که داریم رهبران سیاسی هستند که برعکس کمتر رهبر سیاسی داریم که به منافع امروز خودش و حزبش و دستجاتش فکر نکنه. تمام دعوای امروز توی اپوزیسیون سرکسب قدرت برای خیشه. یعنی کمتر توی اپوزیسیون ایران ما کسایی داریم که فعلا بگی اینا رو بذاریم کنار و اون خواسته های بعدی رو فعلا بذاریم کنار و خواست عمومی رو بهش روش تعطاف خواهیم کرد. اینجا نقشی بود که این نقش خیلی مهمی بود که میتونست به در واقع ایفا بشه توسط شازده رضا پهلوی و نقشم خیلی مشخص بود، اینکه با همیاری و با همفکری خیلی روشنفکران، خیلی آدمای منفرد، احزاب، هر کسی شما فکر کنید میتونست دست به تشکیل یک قدرت سیاسی، یک دولت سیاسی گذار غیر حزبی و فراحزبی بزنه و این کاری که در تمام جامعه متمدن دنیا انجام گرفت و به آرامی به سمت دموکراسی رفتن رو بده و حتی بعدش در هر لحظه همیشه هر پادشاهی میتونه کنارگیری کنه، میتونه بخواد نخواد، اینا به خود او فقط مربوطه. ولی به حال این من این بحث رو به این دلیل کردم که به نظر من کاملا روشن نبود که ایشون حتما به مرز قطعی جمهوری خواهی رسیده باشه. اگر رسیده باشه تمام این بحث ها بیهوده است و ایشون انتخاب خودشو کرده. به حال وظیفه دوچندان روشن فکران واقعی جامعه ماست که علارغم این مشکل این در واقع شایدم مفید باشه، شایدم همیشه روشن فکران چشمشون به یک همچیزهای بوده و یک چنین افرادی بوده تو جامعه ما، ولی به هر صورت اگر چنین چیزی صورت بگیره شاید لازم باشه که روشن فکران فکر رو پای خودشون محکمتر باشن، فکر این کنن که به حال گرایی رو با گفتگو و توافق به حال بپیشبرن. به هر صورت خیلی متشکرم که لحظاتی به گفتهای من توجه کردید. خیلی ممنون آقای دانشور. به طور خلاصه شما اشاره داشتی به سه نظرگاه شاهزاده که سومیش تقریبا مبهم بود و نقد داشتی رو انتخابات که همیشه دموکراتیک نیست مثال آوردی و نقش شاهزاده رضا پهلوی که میتواند در گذار خیلی مثبت باشه، گذار با تلفات کمتر، و اشاره داشتی به پیشنهاد جالب آقای نوری علا که راجب قوغنوس داشتن، قوغنوس سیاسی. قبل از این که نوبت رو بدیم به بیرون از خانم قیاسفند بخوام پرسش کنم، از دوستان حاضر در جلسه خواهش میکنم اگر کسی داوطلب پاسخ به پرسش آثار نظری نسبت به هموطنان خارج از این سالون داشت با زدن یک F9 آمادگی خودشو اعلام کنه. خیلی ممنون. خانم قیاسفند گرامی بفرمایید از بیرون اگر کسی هست. خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران و به هموندان عزیزم در داخل اتاق زوم. اولین پیامی که به دست من رسیده از طرف آقای شهرام شبخیز هست از سندیگو. نوشتند من فکر میکنم که پس از 40 سال معطلی و تحمل محظورات مختلف و رسیدن به دهه ششم عمر بالاخره شاهزاده تصمیم گرفته است بقیه عمرش را مثل یک آدم عادی زندگی کند و دائما نگران ترور و مزاحمت نباشد. فکر نمی کنید ما هم باید بعد از این 42 سال به فکر دنیای بدون ایشان باشیم و گزینه های دیگر را در نظر بگیریم؟ خیلی ممنون. دوستان کسی از توضیح یا پاسخ بده به سخنی هموطن ما آقای شهرام شبخیز؟
F9 بزنید لطفا. آقای دانشور یک بفرم. من در آخرای صحبتم گفتم چرا اگر ایشون تصمیم قطعیشو گرفته باشه، خب تصمیمشو گرفته دیگه، برای ما باید یک برنامه فکر دیگه باشیم و نقش ایشون رو بزنیم بیرون از این داستان گذار. خیلی ممنون. نوبت بعدی که گرفتن شماره یک زن آقای شهرام عباسپور، بفهمید. ممنونم جناب دانشور، درود میگم خدمت دوستان. خدمتتون عرض کنم که من خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، من دو سه تا مطلب به نظرم رسید که من فکر میکنم ما شاهد صحبت‌های شاهزاده سال‌های پیش هم بودیم، که به خصوص ایشون همواره ضمن اینکه هیچ مسئولیتی رو برای خودشون نمیدیدن، ولی روی مقوله سکولاریسم و دموکراسی خیلی ایشون تاکید داشتن همیشه. در صحبت‌های آخرشون هم من فکر میکنم به صورت خیلی ساده خطاب ابتدا به اپوزیسیون بوده. به هر حال ایشون گفتن که من تحمیل رو نمیپذیرم، نه از، یعنی منظور این بوده که نه از طرف هیچ دولت خارجی و نه از هیچ حزب و گروهی به عنوان مثال سلطنت طلب‌ها یا بخشی از پادشاهی خواه ها. ایشون گفتن تحمیل رو نمیپذیرن. و من فکر میکنم زاویه دیگرش رو اگر بخوام نگاه بکنیم، ایشون در واقع با مردم ایران دارن صحبت میکنن. ما در روزهای گذشته دیدیم که کمپینی تشکیل شد نه به جمهوری اسلامی. خب ایشون الان خطابشون به مردم ایران این هستش که خب اگر نه به جمهوری اسلامی پس به چی؟ اینه که مردم باید، من فکر میکنم به زودی این انتخاب رو بکنن و تصمیم رو بگیرن. اولا سیستم پادشاهی میخوان یا جمهوری، ضمن اینکه ایشون خودشون به وضوح میگن که من در طیف جمهوری خواهان هستم و جمهوری رو میپسندن. و الان من فکر میکنم که این مردم ایران هستن که باید به هر حال انتخاب بکنن بین سیستم پادشاهی و جمهوری. و اینکه من فکر میکنم ایشون هرگز از زیر بار مسئولیت شونه خالی نکردن. به هر حال همینجور که ایشون بارها در صحبتاشون گفتن، بعدشون نمیاد که به عنوان یه چهره شناخته شده در اپوزیسیون، قبلا هم ایشون گفته بودن که اگر نقش نماینده یا سخنگوی ملت ایران رو داشته باشن، به هر حال ایشون هم میخوان که به هر حال خدمت بکنن به مملکت و سرزمینشون و ملتشون. اینه که در پایان به نظر من ایشون اصلا نگفتن که اگر زمانی مردم ایران در یک رفراندوم یا در صندوق رأی ایشون رو براشون سمتی انتخاب بکنن، ایشون اون زمان هم نخواهند گفت. من فکر میکنم که این چند تا مسئله به نظر من رسید که به هر حال ما اینا رو میتونیم بهش یه مقدار فکر بکنیم، که الان من فکر میکنم توپ بیشتر در زمین مردم ایران هستش که یه مقدار بیشتر به صحبتهایشون دقت بکنن و از الان این آمادگی رو داشته باشن که راجع به این چیزا فکر بکنن و شاید در آینده به هر حال به شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان کسی که من لااقل من در اپوزیسیون نمیبینم شخصیتی مثل ایشون که از نظر جامعه جهانی شناخته شده باشن. و همینجور هم که خودشون گفتن ایشون 40 سال بعد از این که تجربیات پدر بزرگ و پدرشونو دارن در خارج از کشور تجربیاتی رو به دست آوردن و فکر میکنم در آینده ایران به هر حال ایشون نقش سازندهی رو خواهند داشت. ممنونم جناب دانشور. خیلی ممنون جناب آقای عباسپور. همینطور که شما گفتین، با توجه دقت به فایل صوتی که الان پخش شد، یک به نظر من یک ابهاماتی در این صحبت ها هست. از یک طرف ایشون میگن که انتخاب بر مبنای شایستگی باید باشد. خب اگر مردم ایشون رو بر مبنای شایستگی که احتمالش همیشه هست و ما معتقدیم که هست انتخاب کردن، چه میشه بعد؟ و بگذاریم از این که انتخاب هم همینطور که آقای دانشور گفت مشکلات خودش رو داره، ولی حالا فرض کنیم که انتخاب کردن بر مبنای شایستگی و ایشون در تا این لحظه شایسته ترین و شناخته ترین فردی هست که تو اپوزیسیون بودن،
اینها چیزهایی است که شاید در آینده از طرف ایشون به طور شفافتری بیان بشه. خانم قیاسوند گرامی هست پیامی از بیرون؟ بله پیام زیاد هست آقای دانشور. آقای کاوه انصاری در یوتیوب نوشتن من سیستم جمهوری را ترجیح میدم. و چون پیام خیلی کوتاهه اگر اجازه بدید من پیام بعدی رو هم بخونم. بفهم. آقای محسن مطلبی از پاریس نوشتند اگر شاهزاده سرمایه ملی است این ما هستیم که باید از سرمایه خودمان محافظت کنیم. بی‌اعتنایی ما به آنچه شاهزاده گفته بازی کردن با سرنوشت خودمان است. خواهش میکنم از ایشان مصرن بخواهید که به مهستان تشریف بیاورند و ما را روشن کنند. مبهم گذاشتن مطلب اپوزیسیون ما را از هم خواهد پاشاند. خیلی ممنون. پیشنهاد جالبیه. اینطوری که ما شنیدیم در یکی از جلسات خودمون این امریست که آقای نوریالا راجبش صحبت خواهند کرد که ایشون دعوت میشوند و دعوت شدن یا نه و از دوستانی که هستن کسی میخواد نظری بده راجب هموطنان خارج کشور آقای مطلبی و دوست قبل از ایشون اگر نیست میپردازیم به نفر بعدی جناب آقای مفخمی بفرمایید. اگر که به اجازه بدید من یک پاسخی به این دوست بدم. خواهش میکنم بفرمایید. من هفته پیش به یک دلیل دیگری در جلسه بودم که شاهزاده هم تشریف داشتن. در پایان جلسه من به ایشون گفتم که به نظر من شما باید بیایید و در یه جایی کمی مسئله رو روشن بکنید. ابهامات زیادی در کار هستش و من از شما دعوت میکنم که بیایید به مهستان و این صحبت رو بکنید. ایشون گفتن که حرفی نیست، فقط من دوست دارم یه دو سه هفته ای صبر بکنیم که من بازخوردها و نظرات دیگرون رو هم بشنوم و بعد بتونم وقتی که میام در مهستان و بهتر و واضح‌تر صحبت بکنیم. اینه که این وعده ایه که ایشون دادن، منم منتظرم یه مثلا دو هفته ای بگذره و بعد از ایشون تقاضا خواهم کرد که تشریف بیاره. مرسی. خیلی ممنون. ما هم منتظر و مشتاقیم که ایشون رو در این سالن زوم ببینیم و با ایشون گفتگو داشته باشیم. خیلی ممنون. جناب آقای مفخمی بفرمایید. درود بر مهستان و درود بر همه دوستان ایران. ببینید این دوست دانشمند و دانا اون واقعا، من یک بار این چیز رو به آقای حسن دانشور خطاب کردم. به درستی با توجه به اینکه میدونم که خودشون هم جزء طرفداران جمهوری بودن، ولی حد ببینید در اون حد دوران گذار هم یک شخصی رو مثل شاهزاده واقعا تجویز کردن برای ایران. ایشان نقش واقعا میتواند یک نقش بسیار مثبت و بدون هیچ گونه سیاسی داشته باشه در حتی رفراندومی که باید بر اساس رأی مردم نوع حکومت رو که پادشاهی یا جمهوری باشه تعیین کنه. الان ایشون واقعا یک سرمایه‌ای هستن در دست ما، بدون اینکه ایشون رو درگیر این مسائل سیاسی بکنیم. حالا به هر علتی خودشون الان نمیخوان وارد این مسائل بشوند و درست هم هست، نباید وارد بشوند. این رو لااقل برای دوران گذار باید ایشون رو حفظ کنیم، بعد به دست مردم ایران بسپاریم. این دیگر یک مسئله نیست که مثلا چند نفر از روشنفکران، البته لازمه نظراتشون، بتوانند در این مورد تصمیم بگیرن. این رو به رأی کلی مردم ایران بگذاریم، از بزرگ و کوچک، عوام و خواص، صغیر و کبیر، که در رفراندوم آینده این رو بگویند، نظرشون رو بگویند. الان هم وظیفه مهستان هست که به صورتهایی همینجور که از داخل مملکت پیامایی میرسد و از خارج اینها رو جمع بکنن، تجمیع بکنن، سبک سنگین بکنن و وظیفه مهستان رو به ده و احسن اجرا بکنن. من حالا شعارگونه ایشون رو با این توصیفاتی که کردن به خصوص آقای
شهرام هم که گفتند نظر رو خود ایشون به ملت ایران دادن، من ایشون رو به نام فریدون مدرنی میبینم که شاید بتوانند بر این ضحاک زمانه زیر نظر ایشون مردم ایران راه خودشون رو پیدا بکنن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون جناب مفخمی. خانم قیاسمند لطف کنید یک پیام دیگه برام بخونید. بله چشم. آقای مسعود غفرانی ها در فیسبوک نوشتند فرمایشات ایشان بسیار معقول است، مانند احمد شاه که زندگی در فرانسه را ترجیح داد، ایشان هم با صراحت میگوید نمیخواهد. به همین جهت هم ایشان به خواست احتمالاً مادرشان تعلیم داده نشدند. پایان پیام است. خیلی ممنون. میپردازیم به نوبت بعدی داخل مهستان. آقای عبدی، محمود عبدی، بفرمایید. ممنونم از شما جناب دانشور. عرض کنم که صحبتایی که شاهزاده کردن خیلی مهمه. من دوستان صحبتایی که کردم جناب دانشور مخصوصا وارد یک سری مسائل شدن که من وارد اون نمیخوام بشم، ولی اون گونه که من میبینم صحبتهای شاهزاده رو دست کم بخشش که برام روشنه و فکر میکنم قریب به تقریبا همه صحبتاشون برای من روشن هست، اینکه ایشون بین جمهوری و پادشاهی یک انتخاب مطلق نکردن. یعنی گفتن که من دموکراسی سکولار میخوام. خواست من یک دموکراسی سکولار هست و اون پیشنهادی که میدن برای حل مسئله ایست که امروز در اپوزیسیون وجود داره. این خیلی مهمه. اینکه بخوایم ایشون رو قطعا بگیم که پس ایشون جمهوری خواه هستن صحیح نیست، ولی بگیم جمهوریت خواه هستن درسته. و از اون طرف هم به خاطر که احتمال وجود یک در واقع نمادی برای کشور رو رد نمی کنن، باز این دلیل نمیشه که تصور کنیم که ایشون خواهان پادشاهی به شکل قبلی سیستم گذشته هم میتونن همچنان باشن، ولی علنا نگفتن. ایشون به طور روشن میگن که بدانید که من چه چیزی رو خواهم پذیرفت و چه چیزی رو نمیپذیرم. یعنی اون چیزی رو که میگن که من پذیراش نخواهم بود، انجام نخواهم داد، اینه که یک در واقع در یک پوزیشنی قرار بگیرم، بخوام مادام العمر باشم و خانواده من هم بخواد به دنبال این انتخاب من در این شرایط قرار بگیره و در یک جایی که ناخواسته هست وارد بشه. ولی این مسئله خودشونه. من فکر میکنم ایشون یک در واقع دلیل بلند مدت تر هم دارن. یعنی اگر بپذیریم که قریب اتفاق مردم ایران استبداد رو نمیخوان و بگونی اعلام کردن که با سیستم موروثی موافقش نیستن، ایشون در ارتباط با همون خواست مردم هست که داره این در واقع بیان میکنه. من فکر می‌کنم اگر ما به خواست ایشون احترام بگذاریم، البته موافق هستم که ایشون هر چقدر بیشتر در این مورد صحبت بکنن کمک خواهد کرد و ابهامایی که برای دوستان وجود داره برطرف بشه، ولی فکر می‌کنم که به عنوان در واقع مهمترین شخصی که جناب دانشور فرمودن اعتبار نسبی، من میگم این اعتبار نسبی که با اختلاف زیاد از سایرین بالاتر دیگه، خواستی نسبت به در واقع نظر ایشون همیشه بوده که همه میخواستن بدونن و بیان کردن و الان بیش از هر کس توپ نه در زمین مردم ایران که در اپوزیسیون هست که با این صحبت ایشون چه برخوردی میخواد بکنه. من فکر میکنم اگر که اپوزیسیونی که ادعای سکولار بودن و دموکرات بودن میکنه، راهی جز استقبال نداره، چون که منبع اصلی سخنان ایشون از در واقع این خواست سکولار دموکراسی می. ممنون. من صحبتام اینجا متوقف می‌کنم. خیلی ممنون آقای عبدی گرامی. آقای حسن دانشور اف 9 زده، بفرمایید. بله شما گفتید اگر نظری هست اف 9 بزنید. ببینید بحث سر این نیست که شاهزاده رضا پهلوی فردی نیست که به دموکراسی اعتقاد دار نداره یا به سکولاریسم اعتقاد نداره. حتما ایشون هم به دموکراسی معتقده، هم به سکولاریسم معتقده، اصلا پرچم داره مدرن ترین شکل دموکراسی است، هیچ تردید توی نیست.
البته ایشون هم یگانه کسی نیست که اینا این پرنسیپای دموکراسی میگه. تو جنبش سیاسی ایران خیلی شاید بیش از 1000 نفر آدم هستن که دموکراسی رو به این خوبی میشناسن. ولی اعتباری که شخص شاهزاده داره میگیره مثل اعتباراییه که پادشاهای دموکرات در دموکراسی‌های پارلمانی گرفتن. این محصول نیروهایی که در جامعه هستن، یعنی پشتوانه داره. این اینجوری نیست که از شایستگی این فرد در بیاد. چرا این فرد شایسته از افراد شایسته دیگر برگزیده تر در نگاه مردم؟ دلیلش نیست که مردم شایستگی ایشون رو اندازه گرفتن و دیدن شایستگی ایشون دو برابر شایستگی افراد دیگر. خیلی ما تو جنبش روشنفکری ایران خیلی آدم ها داریم که دموکراسی خیلی عالی میفهمن، تردید توش نیست. بحث داره که نیروهای معین اجتماعی در درون کشور هواخواهشونه و این نیروها دلیل تاریخی داره که دنبالشونن. دلیل تاریخش هم کارهای مثبتیه که پدر و پدر بزرگشون کرده. خیلی روشن گفتم عقل عملی مردم به اینجا رسونده که این نظام پادشاهی های پهلوی خوب بودن برای مردم. ما به عنوان روشنفکر میتونیم نقد کنیم به این دو پادشاه، حتما هم میکنیم، میگیم اینا دیکتاتوری داشتن علیرغم کارهای مثبتی کردن، خیلی هم مثبت بوده، دیکتاتور هم بودن و ما دیگه دوران دیکتاتوری همینجوری که خود شاهزاده میگه گذشته. امروز دوران فرد محوری گذشته. وقتی شما میگه فرد محوری منظورش دیکتاتوری فردیه. وقتی میگه سیستم محوری منظورش نهادهای دموکراسی معلومه. یعنی این فرد دموکراسی رو خیلی خوب میفهمه، از خیلی از رهبران گروهای سیاسی هم به علی من بهتر میفهمه. بحث سر اینا نیست و بحث سر این نیست که ما مردم ایران شایسته انتخاب کنن. هفته پیش ما سخنرانی داشتیم که معتقد احتمالا هفته دیگه هم میاد، معتقد کتابی هم نوشته که بله باید مردم ایران به خاطر فرهنگی گذشته و اله و بله، چون پادشاهی اله بوده است در زمان کوروش و غیره و فلان و در ناخودآگاه ملی هرچی اینا جا گرفته و پهلوی هم کار خوبی کردن، بیایم انتخاب کنیم یه افراد رو شایستگیشون. ما شایستگی ما که هیچی، در دموکراسی های پیشرفته هم شایستگی افراد همچنان نمیتونن انتخاب کنن. خیلی وقتا میبینید رئیس یه حزب میاد رهبری که بگم چی گندم میزنه، یعنی همچی شایسته سنج دستگاه شایسته سنجی نداریم. شاهزاده رضا پهلوی خیلی کوتاه و خلاصه و فشرده یک آدم دموکراتی، اینو با حرفش و توضیحاتش نشون داده. دو نتیجه رضا نوه رضا شاه پهلوی و پسر محمد رضا شاه پهلوی تموم شده و این نیروی عظیم اجتماعی پشت این رو شما میتونید به عنوان روشنفکران این کشور میتونید این نیروی عظیم اجتماعی رو به کمک بگیرین ازش و به طرف دموکراسی ببرینش، میتونین نکنین. شما ببینین الان برای مثال من عرض میکنم از روزی که سخنرانی ایشون شده، اتمام حجتی که ایشون با دوستانش کرده، به فضای مجازی و سخنرانی های مختلف نیرو آدمای مختلف توجه کنین، آدمایی که به هر چهره های تلویزیونی و سیاسی فرام در بخش جمهوری خواهیش بجز من فکر میکنم آقای یوری آلا بقیه همه حمله دارن میکنن به نوعی، یا حمله محترمانه است یا حمله علنی است. دلیلش هم روشنه، برای که اینا یک وعده من یک پیروزی آسان به دست بده. بخش جمهوری خواه اقتدارگرای ایران یک پیروزی آسان پیدا کرده و میخواد این برای که این پیروزی آسان حفظش کنه حمله رو داره ادامه میده. یعنی فقط این نیست، میگه حالا بیا برو از گذشتت هم عذرخواهی کن، حالا برو از کارهای بد پدرت هم ابراز ندامت کن، از کارهای بد پدر بزرگت هم بکن. درسته؟ یعنی اینکه اشکال کار در مورد ما متاسفانه اینه که بخش جمهوری خواهمون بخش دموکرات نیست، بیشترش بخش بزرگش از چپ میاد، از خانواده چپ مارکسیستی میاد، هنوز بند نافش رو با این چپ خیلی قطع نکرده، هنوز تو بیانیه هاش و راه حل های گذار دیدگاه های کاملا اقتدارگرا وجود داره توش. بنابراین ضعف بخش دموکرات پادشاه خواهی به معنی رشد دموکراسی جمهوری خواهی در بین اپوزیسیون ما نیست متاسفانه. برای اینه که من جمهوری خواه سوسیال دموکرات مجبورم از شخصی به نام شاهزاده رضا پهلوی که نماینده پادشاهی دفاع کنم. این دفاع به خاطر دفاع از پادشاهی نیست، به خاطر دفاع از آینده ایران، به خاطر دفاع از این دوران پر از حساسیت الان ما باش مملکت ما در یک گذرگاه خیلی خاص تاریخی قرار گرفته. بنابراین به بغیرم وارد این مقبوله شد.
و این بحث دامن زد. حالا در ادامه شاید با صحبتی بشه. ممنون آقای دانشور. آقای عبتهی بفرمایید. ممنونم از شما. عرض کنم اتفاقا من تاکیدم همین بود که این پیروزی برای سکولار دموکراسی سخنانیشون، نه جمهوری خواهی. یعنی این تفکیک رو شاهزاده قائل نمیشه که بگه من سمت جمهوری خواهی رو گرفتم. دارن توضیح میدن خواستشون چیست و از جمهوریت به عنوان یک مفهومی یاد میکنن که میشه در دل یک سیستم سکولار دموکرات باهاش یک حکومت پادشاهی ساخت یا جمهوری به اون شیوهی که حقوقدانان میتونن تعریفش کنن و ایشون پیشنهاد میدن دیگه، میگن حقوقدانان از هر دو طیف طرح خودشون ارائه بدن که چگونه میتونین در این سیستم پادشاهی و یا جمهوری اون محتوای جمهوریت رو بگنجونید و ارائه بدید. یعنی جمهوری هایی هستن که محتوای جمهوریت درشون وجود نداره و خب پادشاهی هایی هم هستن که استبدادی هستن و ندارن. یعنی دقیقا من میخوام بگم که اینی که بعضی میخوام بگن که این پیروزی برای جمهوری خواهی است با اون معانی که دنبالش میاد که بعد خواستهای اضافهی که بعد پشتش در واقع گفته میشه، این به انحراف بردن صحبتهای شاهزاده است. من فهم میکنم که ما بپذیریم که این یک پیروزی برای سکولار دموکراسی است و اون موقع اگر خودمون رو سکولار دموکرات میدونیم از خودمون بپرسیم خب الان وظیفه ما چیست؟ ما چه پاسخی باید بدیم؟ آیا ما بایستی انتقاد کنیم؟ استقبال کنیم؟ پیشنهادی داریم در برابرش مطرح کنیم؟ یعنی به همین خاطر است که میگم که توپ در زمین اپوزیسیون هست و هر اپوزیسیونی با توجه به خواست خودش و اون چه که فکر میکنه برای آینده ایران بهتره بایستی پاسخش رو بده و واکنشش رو نشون بده. من فکر میکنم ما به عنوان یک در واقع افرادی که خودمون رو سکولار دموکرات میدونیم باید از این صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در واقع استقبال بکنیم و حمایت بکنیم تا اونجایی که در توانمون هست. ممنون. خیلی ممنون آقای عبدی. آقای دانشور دوباره F9 زدی یا شما؟ بله، من می‌خواستم بگم که این پیروزی برای سکولار دموکرات نیست اتفاقا. دلیلش هم اینه که ایشون قبل از این بیانات هم سکولار دموکرات بوده. یعنی ایشون در میزان دموکرات بودنش تغییری به وجود نیامده. این در واقع میشه گفت یک عقب‌گردی از مواضع پادشاهی خواهی دموکراتیک و پیشروی به سوی جمهوری دموکراتیک که فی نفس خیلی عالی هم هست. من به عنوان یک جمهوری خواه خیلی علاقه‌مندم، ولی در این لحظه معین تاریخی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه، به خاطر که سکولار دموکراسی در قالب تشکیلات در اپوزیسیون ایران ضعیفه، خیلی ضعیفه. شما گروه بزرگی از سکولار دموکرات ندیدید. شما سازمان مجاهدین رو دارید جمهوری خواه، سازمان های قومگرا رو دارید جمهوری خواهن، سازمان های جمهوری خواهان فلان رو دارید همه جمهوری خواهن، ولی هنوز بندنافشون با مارکسیسم سنتی قطع نشده کاملا. یه مهستان دارید که مثلا حزب سکولار دموکرات که من نمیدونم، خیلی وارد نیستم به همه موازش. یه مهستان هم که سازمان تشکیلات سیاسی نیست. بنابراین سکولار دموکراسی در قالب تشکیلات امروز خیلی ضعیفه و این خطر خیلی بزرگیه برای اتفاقاتی که در کوتاه مدت جلوی ما هست. امروز کشور ما داره تو چوب حراج خورده، بخواد بره به تحویل به چین بشه و شما نگاه کنید این اتفاق میتونه حتی در درون خود حکومت ایجاد مشکلات بکنه، بخشون برگردن از این موضوع، میتونه در آینده خیلی کوتاه مدت اتفاقاتی بیفته که سکولار دموکرات‌ها اصلا هیچ نقش روش نداشته باشن. ولی شخصی به نام شاهزاده رضا پهلوی از جایی که ما دیدیم سکولار دموکرات میتونه نقش داشته باشه. اینه که نباید خیلی خوشحالی کرد و دست زد به خاطر مواضع جدیدی که ایشون گرفته. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. جناب آقای نارمکی شما بفرمایید. ممنونم، متشکرم. من صحبت رو به نوع دیگه میخوام ادامه بدم، چون این بخشایی رو به هر حال دوستان دارن دنبال میکنن و دارن تعقیب میکنن. من یه اشاره میخوام داشته باشم از مشاهداتم به عنوان شهروند و اون چیزی که دیدم فهمیدم، میتونه غلط یا درست باشه، له یا علیه کسی هم من صحبت نمیکنم. من مشاهدم از داستان پهلوی این بوده در جامعه ایرانی که در 12 فروردین 1358
مردم ایران با امید به این که یک سازوکار جمهوری میاد روی کار و در این حال این هویت مذهبی اسلامی هم داره که اسلام یا دین این مردم بوده، در نتیجه هم جمهوری دارن، دموکراتیک و بروز، شاید مثل اونی که روح الله خمینی به دروغ گفت، مثل همین جمهوری فرانسه، یعنی چنین چیزی حالا میخواد پیش بیاد. ضمناً یک هویت اخلاقی فرهنگی هم به اون اضافه میشود، اونم بر مبنای سنت این مردم، و با این خوشبینی میان و بهش رأی میدن. مدتی بعد میبینن کم کم نه تنها همون اخلاقی هم که داشتن از بین رفت، همون دینی هم که داشتن از بین رفت، اون هویت فرهنگی به فنا رفت و فاسدترین نوع روابط بر کشور حاکم شد به نام اون دین، به نام اون اخلاق، در نتیجه تو این زمینه باختن. ضمناً به لحاظ قانونی، به لحاظ قوانین و اونچه که ما در فضای مدرن دموکراسی بهش میگیم، خبری حتی بوی هم از اون هم نیست. در نتیجه دو هیچ باختن، هم جمهوری رو هم هویت طلبی رو. یک اتفاق اینجا میفته در قیاس با اون چیزی که حالا به وجود اومده و نمیتونستن کنارش هم بزنن، یعنی این حق یک بار به اونها داده میشه که انتخاب بکنن، ولی حق عزل از مردم گرفته میشه و خیلی مشخص هم بود حق عزل رو دو نهاد شبه نظامی از مردم میگیرن در زمانی که ارتش و پلیسی برای دفاع از مردم وجود نداشت و از بین رفته بود. این خیلی فشرده بود، بیشتر از این من نمیخوام واردش بشم. گویی یک ادای دین به وجود میاد به چیزی که من اسمش رو میذارم برند پهلوی، و این ربطی به تئوری پادشاهی به عنوان یک تئوری که میاد از موضوع پادشاهی یک ایدولوژی میسازه، از کوروش شروع میکنه و بست و گسترشش میده که من واردش نمیشم، که میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اصلا موضوع بحث من نیست، ولی اونچه که مردم واکنش داشتن در واقع یک ادای دین به برند پهلویه. این برند پهلوی باقی موندن و همه اون چیزهایی که برای مردم به نظر اومده، به نظر خود مردم اومده بسیار مفید بوده و گویی که دارن هر چیزی رو که در آینده میخواد بیان با اون مقایسه میکنن. رضا شاهی که بله دموکراتیک نبوده، دموکرات نبوده، هیچی نبوده، اما تونسته خاصیت داشته باشه برای تاریخ و حتی فرهنگ مردم و حتی جامعه مردم، علارغم تمام کاستی هایی که داشته، خطاهایی که داشته. و بعد از اون محمد رضا شاهی اومده که مردم دیدن مدرن‌تر شدن، اگر پاشون از کشور گذاشتن بیرون بهشون توهین نشده، اگر به عنوان توریست رفتن، مهاجر و پناهنده و آواره نشدن، وقتی هم که به دنیا میخواستن سفر کنن احترامی بهشون گذاشته میشده. در داخل کشور هم شاید مشکلات زیادی داشته، ولی یک بارقه از امید میتونسته باشه که به نوعی در پی یک اعتراضاتی حد اکثر اون رو بشه اصلاح کرد، جلو رفت. ولی خیلی خیلی وقتی نگاه میکنن به عقب سر میبینن گویی که مدیونن یا دین دارن. من عنایت ملت ایران رو در تمام این چند دهه، من میتونم اشتباه کرده باشم، ولی نظر منه که یک ادای دین به خاندان پهلوی میبینم و نه به تئوری کنهی و بنیادی به نام پادشاهی خواهی، یعنی به این معنی که مردم آمدن و میگن ما اساسا یه پادشاه میخوایم، حالا شده از نوادگان قاجار هم بریم یکی رو پیدا کنیم، ما میریم پیدا میکنیم حتی از قبل قاجار، ولی این کشور باید بی پادشاه نمونه. یا مثلا میایم بگردیم ببینیم که چه کسی شایسته است که یه تاج پادشاهی رو سر. من همچین چیزی رو نمیبینم. من ادای دین به خاندان پهلوی میبینم و فکر میکنم حتی اگر رضا شاه و محمد رضا شاه دو جمهوری بودن اما دیکتاتوری، یعنی یکیشون 20 سال به درازای 20 سال یا هر چی که میتونست به شکل جمهوری باقی میموند، اما همون کارهایی رو کرد که کرده در تاریخ، و محمد رضا شاه همون کارهایی رو که کرده، همه اون لیستی که ما از دستاوردهای ایشون داریم همچنان داریم، اما ایشون جمهوری هم بوده، باز مردم اون رو میخوان. مردم کارکرد خوب، مفید و خاصیت داری که در کل تاریخ باقی میمونده کسی، در اینجا به طور مشخص پدر و پسر پهلوی رو میبینن و من فکر میکنم به عنوان یک ادای دین سمپاتی پیدا میکنن به این برند. و از این جایگاه هست که حالا شاهزاده کنونی در واقع در ادامه اون برند پهلوی قرار میگیره. و خوشبختانه
به نظر من شاهزاده حرفی، سخنی، رفتاری هم نکرد که به نوعی اون خاصیت‌ها و اون دستاوردها رو بخواد زیر سوال ببره و در این حال نشون بده که میخواد در جایگاه سیاسی و فرهنگی هم همون گونه عمل بکنه که اون بخش مشکلاتش بوده. نشون داده که فردی بروز، فردی دموکرات، دموکراسی رو هم میفهمه، هم دوست داره. در نتیجه در ادامه اون برند مانند یک اصلاح سنجاق شده به اون برندی که در قبل مردم دیدن، خوششون اومده و بهش میخوان یک ادای دین داشته باشن و من به این شکل نگاهش میکنم. یعنی این در ادامه اون برند داره بیان میشه. اون چیزی که امروز خیلی برای من مهمه، من با این میخوام صحبتم رو تموم بکنم که ما زیاد دوچارش نشیم، این اتفاق نیفتاده که حالا جمهوری اسلامی رفته، ما مشکلی نداریم، حالا میخوایم بشینیم سر موضوعی که خاصیت‌های مثلا جمهوری بهتره یا پادشاهی بحث کنیم. ما فعلا یک مشکل خیلی جدی داریم و چگونگی گذار کردن از جمهوری اسلامیه و سنجیدن نقش شاهزاده به عنوان ادامه اون برند، نه برای ما ملت بلکه برای جهانیان. اینکه بنده بهترین مقاله نویس این کشور هم باشم باید برم پول بدم تا واشنگتن پست فیلمثل مقاله من رو چاپ بکنه، ولی شاهزاده اگر اراده بکنه و یک تلفن به هر کدوم از اینا بزنه، اینا ممکنه خیلی خوب مقالات ایشون رو چاپ بکنن، با ایشون مصاحبه بکنن. این یک فرق، یک ممیزه است و از این ممیزه برای آزادی و رهایی مردم ایران استفاده کردن، من فکر میکنم خواست خود ایشون هم هست، ملت ایران هم چنین توقعی رو دارن در ادامه اون برندی که فکر میکنن بهش ادای دین باید کرد. اگر این رو در نظر بگیریم، من نظرم اینه بیشتر صحبت ها این باشه که چگونه شاهزاده چه نقشی و به چه شکلی میتونه ایفا کننده آزادی و رهایی برای مردم ایران در شرایط کنونی باشه، سوا از این که بخواد وارد جزئیات اختلافهای سیاسی، حزبی و ایدولوژیکی و یا ایده های اقتصادی سیاسی حکومتداری بشه، بلکه از یک نگاه فراحزبی چطور میتونه رابطی بین مطالبات ملت ایران با دولت‌های تأثیرگذار هم در منطقه و هم در سطح بین الملل باشه. ما باید بریم روی شناسایی این موضوع. از من تمام. خیلی ممنون جناب نارمکی. اشارات کردید به برند پهلوی، ادای دین به این برند و نقش بین المللی شاهزاده. آقای حسن دانشور F9 زده، فکر کنم در برابر سخنان شما نظر بفرمایید. بله، و این دو نکته از سخنان جناب نارمکی رو می‌خواستم توضیح بدم بیانونش. ببینین این که مردم حالا ادای دین می‌خوام بکنن، هر کم خواهم بکنن، ما گفتیم که تو بحثم منم گفتم مردم عقل به هر حال عملیشون رو کار می‌دازن، مقایسه ساده می‌کنن بری دو نظام. شما تو هر خانواده یا نیبری تو خانواده خودت بری، مادر بزرگ داد که خواهد گفت مادر جان اون خیلی بهتر بود تا این. این یک چیزی که همه ما تجربهشون داریم، مردم تجربه روزمرهشون میبینن خیلی بدیهی، اون موقع وضعیتشون بهتر بوده، حالا اصلا خیلی چیزا خراب شده. اما یه نکته هم هست، ببینید این که درست تئوری نمیدونم ایران باستان و فلان اینا، ایران گرایی اینا، خیلی ایدئولوژیای باستان گرایی در واقع حتی توش ایدئولوژی نژادی اینا مسئله بیخودی هم هست، حرفا به نظر منم درست میگی شما، ولی یه نکته رو ما دقت کرد به نظر من واقعیت نشون میده، حرکت جوانا به طرف آرامگاه کوروش معنی داره. آرامگاه کوروش مساوی آرامگاه رضا شاه پهلوی و فلان نیست، آرامگاه کوروش نقش سمبولیکی داره، یا گرایش شدید مردم به آداب و رسومی که زمانی که ما جوان بودیم تو حکومت پهلوی اصلا آداب و رسوم قدیمی اصلا اجرا نمیشد، تقریبا منسوخ شده بود، دوباره همه رو اومده. یعنی یه مقداری هم عکس العملی است نسبت به ایدئولوژی حاکم، یعنی یه مقدار هم اینو باید بپذیریم که مردم نسبت به ایدئولوژی اسلامی عکس العملی دارن، ولی عکس العمل طبیعیه که چنگ بندازن به فرهنگ گذشته شون. به شما نگاه کنید الان مثلا شعرهای ما نمیدونم خواننده های درویشی که ما وقت فوت میکنن آرزوشون اینه که برن پلوی قبر فردوسی، چرا میرن آرزو نمیرن میخوان برن پلوی قبر امام رضا مثلا؟ و این دلیل داره دیگه، برای که فردوسی شاهنامه مگر نه اینه که شاهنامه شناسنامه هویتی ما ایرانی هست، میخوام برن اونجا دیگه. یعنی به هر حال این خیلی طبیعیه که یک چون بازگشت به گذشته هم وجود داره، ولی حرف شما درسته، این بخش عمده قضیه نیست، مردم اینجوری نمیرن جلو. صرفا فقط یه نکته بگم که
این بحث های جمهوری یا پادشاهی فلان نام این خیلی بحث های مهمیه برخلاف تصور آقای نارمکی. من چی به شما بگم؟ زمانی که 200 خورده سال رهبران امریکا اولین دموکراسی جهان رو میخواستن بنا بذارن، نه تنها تمام اندیشه و دانش فلسفی اروپا رو زیر رو کردن، حتی رفتن کتابای نمیدونم قدیم ایرانی رو خوردن میخوندن میرن کوروش چی گفته، نمیدونم زردوش چی گفته، یعنی اینقدر جستجو کردن. شما وقتی میخوای یه آیندهی برای یک کشور و یه ملتی بسازی، نه باید بگی فعلا بریم جلو دم را غنیم، این روش جمهوری اسلامیه، از این ستون به اون ستون حاجت خیر. هر جا که ملت ها موفق شدن، روشن فکران و الیت جامعهشون مور از ماس کشیدن، با همدیگه صحبت کردن، گفتگو کردن. دموکراسی بر اساس پژوهش و گفتگو شکل گرفته. کنار گذاشتن و عملگرایی ما ایرانی ها یک لطمه بزرگی خوده که ما خورده. ما نگاه کنید از ده چندین ده هست دست به عمل میزنیم و اندیشه نمی کنیم. اصلا فکر سیاسی به طور به اون مفهومی که در غرب هست در مورد ما نبوده. در مورد ما جلال آل احمدی بود، شریعتی بوده، هم شخصیت های در واقع خیلی هم بی‌سواد که هیچ اطلاعی هم راجع به نه سیاست داشتن نه فلسفه داشتن، یه ادعاهای کلی و بعد یا علی همه دنبالش رفتن اسلحه در بیار تو خونه تیمی. نتیجه چی شد؟ هیچ، کشتار بیهوده بسیار در جوانای درجه کشور ما که میتونستم خیلی خدمات بزرگی بکنن از طریق فعالیت سیاسی حتی. خب یعنی اینا ناشی از این عدم گفتگو هاست. یعنی هیچ ایرادی نداره روز که من و شما توی مهستان میشینیم شاهزاده رضا پهلوی میگه اگر انتخاب بین نباشه پادشاهی این کار بدیه، ما میگیم نه، در دموکراسی به شما خیلی احترام میذاریم، شما بیشترین پایگاه اجتماعی در کشور ما دارید، ولی این حرف نادرسته. گولت گفتگو میشیم باش، میگیم آقا جان اینجوری نیست، در دموکراسی نهادهایی وجود دارن که اتفاقا نباید انتخابی باشن، برای که باید نهادهای انتخابی رو کنترل کنن. یعنی مرجعیتشون اندیشه از فکر بشریه. یعنی وقتی میگیم قانون اساسی رو باید حقوق دانان و قانون دانان بنویسن و نه نمیدونم بابا شمالایی که تو انتخابات انتخاب میشن، دلیل داره. این دلیل رو پرنسیپای دموکراتیکه. اگه گفتگو نکنی چطوری میتونی مردم بقبولی؟ بنابراین گفتگو و در سطح روشن فکری حتی در درجه اول یکی از پایه‌های اساسی گذار به طرف دموکراسی است. خیلی ممنون. مرسی. جناب نارمکی شما واکنشی دارید؟ من در این مورد نه، چون بخش زیادی حالا صحبت های آقای دانشور بخش کمی به من مربوط بود، بخش زیادیش موضوع الان من نیست که نمیدونم تو اون سالها چه گذشته. اون سالها متأثر از شرایط بین الملل بوده، اتفاقاتی در سطح جهان می اومده، ترکشش به ملت ایران هم خورده. اتفاقا روح الله خمینی که به ملت ایران تحمیل میشه محصول جنگ سرده که جامعه جهانی تصمیم میگیره از روح الله خمینی حمایت بکنه از ترس قدرت گرفتن کمونیست ها، ولی تو ادامه دراز مدت این ملت ایران با چنین پدیده ای مواجه میشه، نمیتونه خودش دفاع بکنه، تا به امروز نمیتونه اینو ردش بکنه. این یکم محصولات دهه 70 و 80 میلادیه. من الان موضوع بحث ما نبوده، من به همین دلیل علاقه به اون ورود به اون ندارم. مرسی. خیلی ممنون. بله ما بحث دهه 70 و 80 رو شاید یک فرصت دیگه تو مهستان ادامه بدیم. خانم قیاسان از بیرون اگه پیامی هست لطف کنید بگید. خواهش میکنم. ضمن این که میخوام پیام ها رو بخونم، میخوام از شما خواهش کنم که کمی بیشتر به من وقت بدید. اصولا من پیام های زیادی رو دریافت میکنم در طول تایمی که مهستان برقرار هست و حتی بعد از اون. میخوام از بینندگان خواهش کنم فقط در اون تایمی که برنامه به صورت لایو پخش میشه پیام هاشون رو بفرستن، چون در غیر اون صورت من شرمنده شون میشم و نمیتونم پیام ها رو بخونم، چون پیام هاشون رو بعد از برنامه دریافت میکنم. بله پس ببخشید شما پیام ها رو که خوندید، اگر دوستان واکنشی نداشتن پیام بعدی رو چند تا پرسش بخونید. فکر خوبیه. چشم. حتما. عرض کنم که اول خدمتتون عرض کنم از داخل اتاق مهستان آقای عبدی نوشتند من فکر میکنم منظور شاهزاده رضا پهلوی این است که بیاییم و همین مقام سمبولیک را هم برای هر 20 سال در معرض انتخابات بگذاریم. این پیشنهاد خیلی خوبی است، چون
بنیانها و زیرپایه‌های سیستم پادشاهی را دموکرات‌تر و حقوقی‌تر می‌کند که از نظر امنیتی هم برای ایشان و فرزندانشان بهترین تصمیم است، نه اینکه مقامی ارثی بدون انتخاب را داشته باشیم. اما اولین پیامی که پیام بعدی که دریافت شده، آقای محمود ایمانی در فیسبوک نوشتند شاهزاده هرگز تا به حال یک توکپا هم در یک جلسه پرسش عمومی نظیر مهستان حضور نیافته است. 24 ساعت از واگذاری 25 ساله ایران به چین می‌گذرد. اعضای مهستان یا شاهزاده که دوشادوش هر ایرانی ایستاده است، بفرمایید پاسخ و عملکردی مناسب در این زمان چیست؟ آقای دانشور، من اجازه می‌خوام این رو هم توضیح بدم که از اونجایی که برنامه‌های مهستان در هفته‌ای که گذشته همیشه برنامه ریزی میشه، بنابراین ما برنامه رو از قبل، یعنی بیش از 24 ساعت قبل برنامه ریزی کردیم که امروز راجع به سخنان شاهزاده صحبت کنیم. بنابراین هنوز به در واقع به شور و مشورت اعضای شورای مدیریت مهستان گذاشته نشده که راجع به واگذاری 25 ساله ایران به چین صحبت کنیم، اما شاید پیشنهاد خوبی باشه برای اینکه در جلسات آینده به این بحث بپردازیم. اگر که واکنشی به این صحبت آقای ایمانی نیست، من پیام بعدی رو بخونم. بله هستش، آقای دانشور F9 زدم، ولی بعد از توضیحشون دوباره شما میتونید. خیلی ممنون از توضیح. مال قدیمه، ببخشید F9 نزدم، این مال همون قبلی است. ببخشید، تا اینجا کسی از دوستان حاضر در جلسه واکنشی نسبت به این هم دو هموطن داره؟ بفهمید. نفر بعد، گزارش بعد. پیام بعدی رو میخونم. آقای مهدی از دانمارک نوشتند کی نهادها را تقویت کنیم؟ شاهزاده با این کارش لگد بر سامانه پادشاهی 2500 ساله میزند. این به نظر من خطاست. این حرفها را باید بعد از سرنگونی رژیم میکرد. و سوال دیگر، در این 40 سال چی کار کردند؟ شما نمیتوانید هم خدا را بخواهید و هم خرما. حرفهای ایشان تناقض دارد. چطور میتوانید جامعه مدنی را تقویت کنید وقتی هیچ قدرتی ندارید؟ به شاهزاده بگویید یک بار حرفهای خودتان را گوش کنید. ایشان این جایگاهی که الان دارد از پدر و پدر بزرگش به ارث برده است. هنوز مردم ایران ایشان را امتحان نکردند. این کار ایشان در این زمان مهم خیلی اشتباه است. مرسی. انتقادی داشتن ایشون نسبت به سخنان شاهزاده. دوستان اگر واکنش ندارن، کسی هست که راجع به این هموطن از دانمارک، فکر کنم آقای مهدی از دانمارک چیزی بده. آقای مفخمی بفرمایید. آقای مفخمی افنوزه. بله، من معتقدم هرچه بیشتر الان فرصت هست از داخل عکس العمل های به حساب جوانان ایران رو و ملت ایران رو بشنویم بهتر است. به تعداد زیاد ببینیم که اصلا به حساب توجه به چی هست، و بعد آقای دانشور یا هر کسی دیگری از دوستان که خواستن روش عکس العمل نشون بدن. یک یک به نظر من لزومی نداره که عکس العمل نشون بدن، مگر اینکه خیلی مهم باشه، مسئله مهمی باشه. بنابراین امروز وظیفه اصلی رو به نظر من بگذاریم به عهده خانم قیاسفند. بسیار خوب، حتما این کار میکنیم. در این بین همونطوری که عرض کردیم، دوستان اگر امر مهمی بود، پرسش مهمی بود که نیاز به پاسخ داشت، F9 بزن که پاسخ بدن، وگرنه ادامه میدیم به شنیدن نظرات هموطنانمون در پی این قضیه. بفرمایید خانم قیاسفند. آقای بهروز از عذر میخوام، من این پیام رو خوندم، میرم پیام بعدی اگر اجازه بدید. نه درسته. بهروز از شرق آمریکا نوشتند جناب نوری‌الله، درست چند روز قبل از پخش بیانات شاهزاده در مورد انتخابی بودن پادشاه اشاره به همین موضوع داشتند و فرمودند که نمونه های موفق پادشاهی انتخابی در دنیا وجود دارد. ممکن است در این مورد قدری بیشتر توضیح داده و در مورد پیشینه و سابقه تاریخی چنین سیستمی اگر اطلاعاتی دارند با ما سهیم شوند. و سوال دوم من این است که آیا مهستان یا حزب در مورد سازوکار و مکانیزم‌های انتخابی و اجرایی چنین سیستمی
کار تحقیقی و فکری مناسب انجام دادند که در برنامه‌های بعدی حزب و جنبش قابل پیگیری باشد. با تشکر. چون ایشون پرسش کردن، شاید بد نباشه که به پرسششون پاسخ داده بشه آقای دانشور. موافقم با شما. یا آقای نوریالا و یا دوستان دیگر. بله، اجازه من خودم داشتم یه وقتی میگرفتم که صحبت کنم. حالا این سوال که پیش آمد راجب این قضیه چون اسم من آوردن توضیح بدم. من فکر میکنم که اگر یه چیز غریبیه این که پادشاهی هم انتخابی باشه، خیلی هم میگن آقا این خیلی چیز بی سابقه ایه و ایشون یه حرف عجیب غریبی رو داره میزنه، در حالی که من فکر کنم اولا ما ایرانی ها اصلا مخترع پادشاهی انتخابی بودیم و اسم مهستان رو هم از روی همون گرفتیم. یعنی در زمان اشکانیان ایران در مناطق مختلف دارای شاه بود، بعد اینها جمع می شدن در یک جایی و شاهنشاه بعدی رو انتخاب می کردن و مهستان اصلا اسم اون محل جمع شدن شاهان ایرانی بود برای انتخاب شاهنشاه. اما اگر که دوستانی که علاقمند هستند راجع به این موضوع در تاریخ دنیا مطالعه بکنن، من توصیه میکنم برن روی همین گوگل و الکتیو کینگ رو نگاه بکنن، چون هم در اروپا، در آسیا، در افریقا، در همه اینجاها شما خواهید دید که این سیستم در مواقعی برگزار بوده است. مسئله قضیه اینه که اولا پادشاهی هیچ وقت در هیچ کجای دنیا عرض کنم که دائما توی خاندان نبوده. هر چند وقتی مرتبه یک گردن کلفتی پیدا می شده، می زده یک پادشاه ضعیفتری رو از بین می برده و خودش می شده سرسلسله. و خب در گذشته این با زور انجام می شد، اما از وقتی که ما وارد دنیای مدرن میشیم، خب این با انتخابات انجام میشه، یعنی که سرسلسله رو لااقل انتخاب میکنن. مثلا خود رضا شاه که جانشین سلسله قاجاریه میشد به عنوان سرسلسله پهلوی، انتخاب شد دیگه، یعنی یه مجلس مؤسسانی تشکیل دادن ایشون رو انتخاب کرد. این رو در مواقع مختلفی در سراسر کشورهای پادشاهی هم میتونید ببینید. مثلا اگر که ولیعهد مرده باشه، وقتی که این شاه از بین میره ولیعهد مرده باشه، مسئله انتخاب پیش میاد. اما اینکه کی انتخاب میکنه، همونطور که عرض کردم مثلا در مورد اشکانیان، این مهستان اشکانی بودش که پادشاه بعدی رو انتخاب میکرد. همه مردم نمیدونن صندوق رأی سنگی بزنن سر کوچه، مردم رأی بندازن توش، ولی به هر حال امر انتخاب یه امر عجیب غریبی عرض کنم که در مورد چیز نیستش. ما در مهستان از همون سال اولی که مهستان ما تشکیل شد، ما ملتفت این قضیه بودیم که خب ببینید همه ما مردنی هستیم، ممکنه خدای نکرده اصلا این شاهزاده عزیز ما هم فردا سرشو بذاره زمین و بره، همونطور که بنده سرمو بذارم زمین و شما میذارید سر زمین. و همیشه ما باید فکر این باشیم که بعدش چی میشه. آیا ما قانون اساسی هنوز نوشته ایم که درش پادشاهی رو مستمر کرده باشیم و بعد مثلا بگیم که یکی از دخترهای این شاهزاده میاد میشه شاه یا ملکه ایران؟ ما اصلا راجع به این که یا اصلا فکر بکنیم که محمد رضا شاه هیچ وقت به سردار نمیشد و این انقلاب رخ میداد. ما باید راجع به همه این آلترناتیف هایی که در این قضیه وجود داره فکرش رو بکنیم. من اونایی رو که کنجکاف هستن راجع به این که پادشاهی انتخابی چه سازوکاری داره رو همین حواله میدم، برید گوگل رو
بزنید الکتیو کینگدم و ببینید که در اونجا انواع اقسامش در همه کشورهای جهان، تقریبا در همه کشورهای جهان عرض کنم که انجام شده. الان هم مثلا در مالزی شاهشون رو انتخاب میکنن. میتونن شاه رو برای مادام العمرش انتخاب بکنن. میتونن یه مدت طولانی بهش وقت بدن، بگن مثلا شما 20 سال پادشاهی و انواع و اقسام اینها رو. در این حال یکی از ایرادایی که به سیستم پادشاهی انتخابی میگیرند اینه که حالا این پادشاه مثلا بعد از 10 سال دورانش تموم شده یا از بین رفته و حالا کیو ببریم شاه بکنیم که این تجربه رو داشته باشه. خب همونطوری که مثلا شما میبینید در امریکا رئیس جمهور که انتخاب میشه، معاونش هم انتخاب میشه، یعنی همیشه 2 نفره انتخاب میشن. خب شاه انتخابی هم میتونه با ولیعهد انتخابیش باشه، یا بعد از اینکه شاه شد یک نفر رو پیشنهاد بکنه به مردم که موافقید که این بعد از من مثلا به شاهی برسه، یا فاصله سنی هم بگذارن که مثلا چگونه میشه مثلا شاه و ولیعهدش 20 سال با هم مثلا تفاوت داشته باشه. میگم اینا همه مطالبیه که مربوط به این میشه که وقتی شما سیستم رو پذیرفتید، اون وقت این لباس رو به قامت اون جامعه و شرایطی که اون جامعه داره میدوزید. خب من میدونم که الان عده زیادی از پادشاهی خواهانی که معتقد بودن بر اینکه اگر که شاهزاده رضا پهلوی نبود اصلا پادشاهی از بین رفته بود، الان به این نگرانی افتادن که حالا شاهزاده با نفی پادشاهی موروثی خودش هم داره از کاندیداتوری پادشاهی میره کنار، در حالی که من فکر نمی کنم اصلا قضیه اینجوری باشه. حالا من اگر که نوبت الان دارم جواب این دوست رو میدم، یک خواهم زد و وقت خواهم گرفت و نظر خودم رو هم راجع به این ماجرا به تفصیل خدمتتون عرض خواهم کرد. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دانشور در واکنش دارید سخنان آقای دکتر یا برای موضوع دیگه مایستون؟ نه، همین موضوعی که آقای دکتر بهش پاسخ داد منم یه پاسخی دارم به اگرزمی. اگر بلند نباشه که از بیرونم بیشتر بتونیم بپردازیم، بفرم. نه، یکی 2 دقیقه بکنم. هرچند که این بحث در اینه که اولا در دوران قدیم، نه تنها در دوران قدیم ایران بلکه در خود همین آلمان هم قبل از استقلال دموکراسی شاهزاده ها پادشاه رو انتخاب میکردن. این انتخابی که شاهزاده پادشاه رو انجام میدن و پادشاه رو میارن با انتخابات، مفهوم انتخابات در دموکراسی دو چیز کاملا متفاوته. ما وقتی در دموکراسی میگیم پادشاه باید انتخاب بشه، باید بلافاصله ضرورت این کار بگیم. ما در دموکراسی وقتی که انتخابات میکنیم، این انتخابات در دموکراسی معنای مدرنی داره. این معناش انتخابات زمان کوروش یا زمان اشکانیان یا آلمان زمان قبل از حکومت وایمار نیست مطلقا. یک مفهوم خیلی خاصی داره که من صحبت کردم. وقتی پادشاه انتخابی میشه، قدرتمندترین فرد کشور میشه دیگه. اون پادشاه نمادین نیست مطلقاً. بحثی که ما توی مهستان داشتیم و من به اون وفادارم، به عنوان بهترین نوع حکومت مدرن و دموکراتیک، حکومت دوره ریاستیه، پاسخش به این مسئله در واقع. اما این نکته آخر هم می‌خواستم بگم اینه که خب کسایی که به انتخابی بودن پادشاه صحبت میکنن، باید این مشکلشون چیه؟ مشکلشونه که پادشاه موروثی نباشه. پادشاه موروثی هیچ ایرادی نداره، برای که پادشاه اصلا قدرت سیاسی نداره. پادشاه یه پرچمه، پادشاه دلیل جشن‌های اینجا و اونجاست، پادشاه دلیل این که گاهی اوقات با هیئت دولت بره این برابر حسن همجواری، حسن رفاقت با این کشور و کشور قرارداد اقتصادی بده. پادشاه اینه که کارهای عام المنفعه بهش بدن، اونم رخص وزیر بده. پادشاه کسیه که در موقعیت‌های بحرانی جامعه، چون فراحزبیه، میتونه مملکتی رو نجات بده گاهی اوقات، مثلا زمانی که فاشیسم میاد رو کار. برای همینه که با پادشاهایی که در کشورهای دموکراتیک هستن، هم پوپولیستا، هم فاشیستا، هم اقتدارگرا با شهیدان مخالفن.
شدیداً مخالفم با پادشاه. پادشاه موروثی امروزه پادشاهی های موروثی نشون دادن در عمل در دنیا بهترین سیستم های دموکراتیک جهان هم. این هم تجربه شد، اون هم تئوریش گفتیم انتخابات یعنی چی. بنابراین وقتی ما صحبت کلمه انتخاب بکنم بریم، اگر ما دموکراتیم باید بلافاصله معنی انتخاب رو در دموکراسی توضیح بدیم. خیلی متشکرم. مرسی. خانم قیاسمن بفرمایید. بله در خدمتم. آقای بهروز از آمریکا همونطور که الان پیامشون رو خوندم در ادامه توضیحات آقای نوریالا نوشتند، آیا منظور از پادشاهی انتخابی انتخابات سلسله یا بهتر بگویم سرسلسله است و یا پس از دوره یا فوت پادشاه پادشاه بعدی انتخاب می شود؟ این چه فرقی با سیستم های جمهوری مادام العمر مثل مصر قبل از بهار عربی یا مشابه دارد؟ ممنون میشم اگر پاسخ ایشون داده بشه برای اینکه پشت سر هم پرسیده. سوال جالبیه. دوستان کسی پاسخ به این پرسش خواهد داد؟ جناب دکتر شما؟ عرض کنم حضورتون که من اصلا راجع به نوع پادشاهی انتخابی صحبتی نکردم. عرض کردم که این لباسیست که به قامت جامعه‌ای که میخواد درش اتفاق بیفته دوخته میشه. ما هنوز در این مورد نه خود شاهزاده رضا پهلوی نظری داده نه دیگرون، انقدر قضیه براشون تازه است که تونستن صحبت بکنن. الان همهش بحث ما بحث عرض کنم اینه که اولا چرا شاهزاده این حرف زده، آیا میشه جلوی حرفشو گرفت یا دیگه کار تموم شده است. ما داریم راجع به این چیزا صحبت میکنیم. اگر که شاهزاده رضا پهلوی شاهزاده سلطنت موروثی رو قبول نکنه و پادشاهی عرض کنم که انتخابی رو برای خودش قبول نکنه، خب باید یه راه حلی برای این مسائل فکر کرد که ما در این میثاق ملی خودمون که 4 سال پیش توی همین مهستان منتشر کردیم این مسائل رو کم و بیش روشن کردیم. ولی خب این اتفاقی که افتاده و به نظر من از امروز به بعد باید به گزینه‌های مختلف خودمون فکر کنیم. من از این موقعیت یه استفاده هم میخوام بکنم و اون اینه که من با اکثر حرفهای امروز آقای حسن دانشور مخالفم. آقای دانشور اولا به نظر من قدر سکولار دموکرات ها رو امروز آورد پایین. من میگم که ما قوی ترین عرض کنم که قشر جامعه ایرانی هستیم، هم در داخل کشور هم در خارج کشور. تشکیلاتی هم که داریم کم از اینکه مجاهدین اینقدر گندش بکنیم نیستش. مجاهدین یک عده و پیروپاتال مثل من هستند که آرداشون رو بیختن و علکشون هم آویخته، اصلا جایی در جامعه ایران ندارن، در حالی که جامعه ایران تا مغز و استخونش داره سکولار دموکرات میشه. و اینکه ما بگوییم که سکولار دموکرات ها نیروی نیستند و بقیه، اصلا به نظر من خیلی عجیبه از جانب یک سکولار دموکرات شناخته شده که در مهستان ما این مسئله بیان میشه. در مورد پادشاهی انتخابی و پادشاهی موروثی هم مسئله این هستش که ما با چی روبرو هستیم، نه اینکه چی رو دوست داریم که برقرار بشه. آقای دانشور علاقمند به پادشاهی موروثیه به خاطر اینکه در اروپا پادشاهان هیچ کاره هستن. خب اگر که هیچ کاره هستن باید توجه بکنیم که اینا پادشاهانی نیستن که بعد از جمهوری آمده باشن. اینا به طور سنتی گردن کلفت و توتالیتر و همه حرفا بودن، یواش یواش ملت یالو کوپالشون رو کنده، حالا شدن مقام تشریفاتی، شدن گل قالی یا عکس روی دیوار. این دلیل نمیشه که پادشاهی انتخابی آینده یک جامعه هم به همین سیاق باشه. چرا ما باید فکر کنیم که پادشاه یه آدم گل قالیه؟ این گل قالی به چه درد میخوره؟ واسه چی باید خرجشو داد و گذاشتش اون بالا سر تاقچه؟ چرا نباید فکر کنیم که یک پادشاه انتخابی، حالا موروثیشو من کار ندارم، یک پادشاه انتخابی که برای بلند مدت بتونه یک جایی حضور داشته باشه و
رئیس نمادین مملکت باشه در حفظ تمامیت ارضی، یک پارچگی ملت و استمرار حیات سیاسی اجتماعی جامعه میتونه بسیار مفید باشه و اینا همه وظایف عمده‌ای هستند. شما نیا کنید در مورد خود رئیس جمهورهای نمادین هم این امر صادقه. وقتی که در یک کشوری مثل هندوستان، اسرائیل یا آلمان یک بحران اجتماعی صورت میگیره، نمیتونن از این بحران خارج بشن، رئیس جمهوری که به صورت نمادین انتخاب شده دارای اختیاراتی است برای اینکه یک کشوری رو از دل بحران بیاره بیرون. بنابراین من از سوء استفاده کردم، ربطی به سوال اون دوست نداشت، برای خودم هم وقت خواهم گرفتش که یه نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دانشور یک زدی برای واکنش یا نوبت بفهم. من چند تا نکته که آقای نورالا گفتم یک شیادم رفت ولی بقیه شیادش کردم. اولا که من اگر اشاره کردم به ضعف سکولار دموکرات ها توضیح دادم در همون جام، ضعف تشکیلاتی سکولار دموکرات ها گفتم، نگفتم سکولار دموکرات ها بالقوه ضعیفن و درسته این حرف که جامعه ایران پذیرای سکولار دموکراسی به طور قطع، بخاطر همین هم ما امیدواریم و فعالیت میکنیم، اگر نه نمیکنیم. اما از نظر تشکیلاتی من تو صحبتام توضیح هم دادم جناب نورالا که به خاطر جنبش سکولار دموکراسی به طور نسبی جوونه در ایران، یعنی جنبشی که بعد از انقلاب ایران اصولا شکل گرفته، برای جنبش‌های جمهوری خواهی، جنبش نمیدونم پادشاهی خواهی استبدادی، همه اینا سابقه صد ساله، بعضی هاشون هم هزاران ساله دارن. بنابراین به این معنای تاریخی گفتم ضعیفه، به این معنی نگفتم که سکولار دموکرات های ایران آینده ندارن. این نکته. علاقه من به پادشاهی موروثی، من هیچ علاقه پادشاهی موروثی ندارم. من شدیداً به عنوان فرد خودم رو به خانواده سوسیال دموکرات ها فکر میکنم بستگی دارم و جمهوری رو از نظر ایدئولوژی فردی ترجیح میدم بر پادشاهی، تردید نیتوش. ولی گفتم، توضیح دادم، بنابر آنالیزی که من از اوضاع احوال امروز جامعه میکنم و بنابر اینکه فردی مثل شاهزاده رضا پهلوی پایگاه اجتماعی نسبتاً وسیعی داره و این پایگاه اجتماعی رو نباید از دست داد، بنابراین بحث سر تعادل نیروهاست، بحث سره که اگر ایشون شخصی بود که پادشاهی، اگر نخواد پادشاه بشه اصلا تمام بحث ما بیهوده است، ولی اگر شخصی بود که به پادشاهی یک نظام دموکراتیک معتقد بود، در این صورت پشتوانه نیروهای پشتوانه این شخص اهمیت خیلی زیادی برای گذار آرام به دموکراسی داشت. ولی در این حال همونجوری که ما تو خود مهستان هم گفتیم، من وفادار به اون اصل بودم، همونجوری گفتیم ما به یک اینو فکر کنم شخص خود آقای نوری‌الله اصلا این تئوری را آورد که ما روش بحث کردیم و قبول کردیم که ما بهترین نوع حکومت و حکومت دور ریاستی میدونیم، نه پادشاهی، چه خواه ریاست نمادینش پادشاه بشه، خواه ریاست نمادینش رئیس جمهور بشه. ما این بحث هم بود، من در این چارچوب باقی موندم، من از این زود نگشتم. ولی مثال هایی که آوردم که در اروپا این وضعیت وجود داره بهتره، به خاطر این واقعیت تاریخی رو من گفتم و به خاطر اینکه اتفاقا پادشاه رو تبدیل کرد به همون چیزی که ما تو مهستان گفتیم، یعنی به یک نماد و یک سمبل ملی تبدیل کرد. به این دلیل، وگرنه اتفاقا اون کسایی که خواهان پادشاه، دقیقا برعکسه، کسانی که خواهان پادشاهی انتخابی هستن میخوان به یک فرد قدرت زیاد بدن، برای که وقتی تو یه ملت یک شخص رو انتخاب میکنه، یعنی قدرت سیاسی بهش میده. انتخاب برای چی میکنه؟ برای قدرت دادنشه. تو دموکراسی انتخابات هیچ چیزی نیست به جز انتقال قدرت مردم به یک گروهی یا یه فردی یا یه حزبی یا چند تا حزب. بنابراین این هم از این. اما اینکه چرا باید خرج پادشاه بکنیم اینا، اتفاقا من چند وقت پیش داشتم نکته میکردم تو طرفدارای پادشاهی و جمهوری خواهی در هلند، حدود بین 60-40-35-65 اینا جمهوری خواه دارن و پادشاهی خواه دارن، هنوز هم دعوا تو کشور مثل هلند هم هست. ولی بامزه بود که یک عده شون دادن فواید پادشاهی و فواید جمهوری نوشته بودن، یکی از نکات همین بود، پاسخ به اینکه و ثابت با عدد و رقم در آورده بودن که مخارجی که صرف پادشاه میشه به خاطر وجود خود پادشاه و وظیفه‌هایی که به پادشاه دادن در میاد، در آورده بود که اینا سرشکن میشه.
یعنی درسته که هزینه نسبتا هنگفتی برای اینا خرج میشه، ولی یه جاهای دیگه بیا اشکال دیگه در میاد. حالا یه بحثایی که به نظر من این که مخارجی متحمل بشه ملت دانشه، این برمیگرده به این که چه جایگاهی در آینده پادشاه خواهد بود در ایران، و اگر خواهد بود مثل اون نقشه‌ای که ما در مهستان کشتیم براش هست، یعنی یک نقش سمبولیک نمادی داره یا نه. تمام اینا برمیگرده به این داستان. ولی تمام بحثی که من امروز کردم باقی موندم در اون سندی که به نام میثاق ملی در مهستان ما درش آوردیم، دقیقا در اون چارچوب با صحبت. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من یادم اومد در سخنان شاهزاده از این طرف ایشون میگه که من نمیخوام به عنوان یک به قول شما پرچم یا به عنوان یک نقش تشریفاتی باشم، و از طرف دیگه میگن که من هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنم، مسئولیت جبری البته اسم میبرن، ولی به هر حال چیزهاییست که در آینده بیشتر روشن خواهد شد. خانم قیاسفند بفرمید از بیرون اگر کسی. خیلی ممنون. عرض کنم آقای بارانبا در یوتیوب نوشتند، آقای خانوم البته اسم مستعار به نظر میاد، نوشتند آقا شفاف حرفش رو زده، قبول کنید و به جلو حرکت کنید و این خانواده رو راحت بگذارید. و آقای مصطفی از تبریز نوشتند دوستان ما در تبریز با رفقای خودمان درباره حرف‌های آقای پهلوی در اتریش خیلی سر و کله زدیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که یکی باید ابهامات را رفع کند، اگر خودشان باشند که چه بهتر. اما الان 20 روز از 8 مارس گذشته و ایشان حرف تازه‌ای نزدند، اما می‌بینیم که آقای دکتر نوریالو در این باره مقاله نوشتند. لطفاً از ایشان بخواهید که هم نظرشان را بگویند و هم بدانیم که ایشان با شاهزاده تماس داشتند یا نه. البته دکتر نوریالو در مورد تماسشون با شاهزاده فکر می‌کنم صحبت کردن، ولی اگر صلاح می‌دونید بفرمایید آقای دکتر. نمی‌دونم آقای دانشور. خواهش می‌کنم بفرمایید دکتر. نه منظورم اینه که به من اجازه میدید مفصل حرفم رو بزنم یا فقط همین جواب ایشون رو بدم؟ بفرمایید. زدم عرض می‌کنم. بفرمایید. مفصل صحبت کنم؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون. عرض کنم حضورتون که من فکر می‌کنم اجازه میخوام نظرمو با یک نکته آغاز بکنم و اون اینه که معمولا هر حادثه‌ای که اتفاق میفته دو تا طرف داره. یکی اون چه که در ذهن آفریننده حادثه گذشته و میگذره و منجر به این حادثه شده، یکی هم برداشت‌ها و نظرات مختلفیه که ناظرها و تماشاچیای حادثه دریافت میکنن و درک میکنن و اونها رو بیان میکنن. به نظر من ما باید توجه داشته باشیم که کار امروز ما دقیقا در این مقوله آخر جا میگیره، چون اتفاقا شاهزاده در این حالی که خیلی مطالب رو روشن بیان کرده، خیلی ابهامات هم عرض کنم که پیش آورده، و به همین دلیل ما داریم میبینیم که نظرات مختلف و گاهی متضاد با هم در مورد صحبت ایشون پیش میاد. به نظر من این روزها، یعنی در سرآغاز یک قرن جدید، رضا شاه در سرآغاز قرن 14 آمد به صحنه سیاسی، تهران رو با کودتا فتح کرد. شاهزاده رضا پهلوی در آغاز قرن 15 خورشیدی، که حالا من به چرایی اینکه این مبدأ رو از چجوری گرفتیم این حرفا کاری ندارم، یه تصمیم رو گرفته و اونو اعلام کرده که دقیقا یک حادثه مهم سیاسیه و در نتیجه میتونه یک سلسله پرسش رو مطرح کنه و بعدم بیایم بکوشیم که بدون تلاش‌های بیهوده یا بی پایه، یعنی اون چیزی که بهش میگیم نیت خونی، ما نیت خونی نمی کنیم، بلکه عطف
به قرائن بتونیم یه سری پرسش ها رو پاسخ بدیم. و در واقع این پاسخ ها هستن که برداشت ها و نظرات مای ناظر و تماشاگر رو در بر میگیرن و میشه بخش عمده ای از اونها رو به عنوان اینکه از جنس نیت خوانی هستن کنار گذاشت و انتظار داشت اونهایی که مورد توجه قرار میدن عطف به قرائن باشن و این قرائن رو به صورت منطقی به کار ببرن. در ضمن یه نکته رو بگم که به گوهر اونچه که من الان اسمش گذاشتم حادثه برمیگرده. چرا که میبینم عده ای اظهار نظر میکنن که شاهزاده که حرف تازه ای نزده، تمام این حرفا رو در گذشتم زده، بنابراین چه حادثه ای در میونه؟ در حالی که من اعتقاد دارم که شاهزاده تا به امروز یا تا به هشتم ماه مارس مخالفت خودش رو با هر نوع سمت موروثی اعلام نکرده بود و در این حال خودش رو به عنوان یک جمهوری خواه جدی مطرح نکرده بود. ما موضع مشهور ایشون رو میدونیم، گفته بود من به جمهوریت نظام اعتقاد دارم، چه به صورت پادشاهی پارلمانی چه به صورت جمهوری، ترجیح خودم پادشاهی پارلمانیه، ولی اگر مردم به جمهوری رأی دادن باز هم من به 80% از خواستهای خودم رسیدم. توی این صحبت از پادشاهی موروثی و این حرفا نیستش، یا اینکه من یک جمهوری خواهم، هیچ کدوم اینها نیست. اما میبینیم که الان اون 80% که ایشون میگفت به 100% تبدیل شده. ایشون پادشاهی پارلمانی رو از توارث خالی کرده و به جاش شایسته سالاری رو گذاشته اونجا. میگه که ما در آینده با توارث کار نخواهیم کرد، نظام سیاسی اجتماعی مملکت ما بر بنیاد جمهوریت گذاشته میشه، حالا از دل این جمهوری ما میخوایم پادشاهی پارلمانی در بیاریم یا جمهوری در بیاریم، این بستگی به رأی مردم داره. یعنی اینکه این یک حادثه است، چرا که با توجه به یک اختلاف 40 ساله که در واقع اپوزیسیون رو تا به حال به 2 جناح عمده که تازه در هر جناحی هم یک سری فراکسیون وجود داشته تقسیم می‌کرده، با این اعلام موضع شاهزاده این قطار برداشته شده روی ریل جدید گذاشته و در نتیجه این یه حادثه سیاسیه و بعد ببینیم که این حادثه برای اپوزیسیون مخالف حکومت اسلامی چه معنی داره. امروز من به اینکه شاهزاده چرا یا کی به این دوتا نتیجه مهم رسیده و چرا محل طرح اونها رو گذاشته توی یک جلسه خصوصی با ایرانیان اتریش و اونها هم فقط 45 دقیقه از 3 ساعت حرف ایشون رو گذاشتن روی اینترنت کاری نداره. با این ادعا هم که مثلا از طرف دوستان فرشگرد مطرح شده که این گزینشی انتخاب شده حرفای شاهزاده یا حتی مثلا مونتاژش کردن، به اینم کاری نداره. اما یقین دارم که این 10 دقیقه‌ای که ما امروز در آغاز برنامه‌مون نشون دادیم مونتاژی نبوده. شاهزاده 10 دقیقه حرف زده، حرفاش هم به هم دیگه مربوطه، هیچ کم و کسر و پریشانی هم توش نیستش. حالا اینکه یه عده ایراد میگیرن که چرا این شاهزاده با الفاظ زننده ای راجع به نظام شاهنشاهی صحبت کرده و مثلا گفته که آقا بالا سر مردم نمیخوان یا مردم گوسفند نیستن که چوپان لازم داشته باشن، اعتراض دارن که آقا نظام شاهنشاهی رو که نمیشه با این کلمات زننده طرفه شد. من با اونم کاری ندارم، خود شاهزاده میتونه جواب این مسئله رو بده.
به خصوص به اونایی که وقتی تا اسم شاهنشاهی میاد بلند میشن خبردار نیست، سلام نظامی هم میدن، به ما مربوط نیستش. این شاهزاده میگه که من نظام شاهنشاهی موروثی رو قبول ندارم و به انتخاب دوره‌ای مردم و شایسته سالاری معترضم و حاضر نیستم که نظام موروثی رو به من تحمیل بکنید. این رو تجاوز به حقوق بشر خودم و خانواده‌ام میدونم. من فکر میکنم که همه این حرفا رو که با هم جمع بزنیم، شاهزاده یه حرف دیگه ای داره میزنه در اصل. میگه که دوستان، اگه منو شایسته پادشاهی یا ریاست جمهوری میدونید و منو برای این کار انتخاب کردید، لازمه که بعد از من هم یه نفر دیگر انتخاب بکنید. من اگرچه بدون این که بخوام یا نخوام شاهزاده به دنیا آمدم، از لحظه ایم که اولین گریه زندگیمو کردم گفتن که تو ولیعهد هستی، اما دیدم در تاریخ چه بسا شاهزاده ها و ولیعهد هایی که هیچ گونه شایستگی نداشتن و فقط به خاطر پدر و خانواده شون به پادشاهی رسیدن. من این رو نه برای خودم نه برای بچه هم میخوام. اگر منو به خاطر همینی که هستم شایسته میدونید انتخابم کنید، وگرنه من سمتهای تحمیلی رو قبول ندارم. خب احتمالاً دلیل این که شاهزاده این حرفا رو رفته در یک مصاحبه عمومی و رسمی نزده، بلکه رفته با ایرانیان اتریش که توی اتاق جمع بودن گفته، شاید به این خاطر بوده که حدس نمیزده، که یعنی خودش به اهمیت حرفی که داشتش میزده واقف بوده و دلش میخواسته که عکس العمل ها رو ببینه و یا شاید هم خواسته یه راه فراری با خودش برای خودش باقی بذاره که بعدن بگه که آقا من در جای دیگه از همون روز این حرف رو دیگر رو زدم. به هر حال اون نکته رو که به خود من ایشون گفتش که یه چند هفته صبر بکنیم ببینیم عکس العمل ها چیه و بعد من در مهستان خواهم آمد و صحبت خواهم کرد، نشانه اینه که واقعا ایشون میخواد عکس العمل ها رو سبک سنگین بکنه. حالا میرسیم به این که من ناظر به این ماجرا چطوری نگاه میکنم. خب خود به خود وقتی که بیایم از این ور قضیه به ماجرا نگاه کنیم، ویژگی های من ناظر، تمایلات سیاسی من ناظر هم وارد مسئله میشن و حتی میتونم بگم که هر کسی میتونه سعی بکنه که از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره. به هر حال اجازه بدید من از خودم شروع کنم. اولا اینکه من پادشاهی موروثی رو شکل عقب مانده ای از نظام های اجتماعی میدونم و به همین دلیل از روزی که وارد کار سیاسی شدم رسما اعلام کردم که من طرفدار جمهوریم و جمهوری خواهم. خب منی که این عینک رو به چشم دارم بلافاصله باید از موضع جدید این شاهزاده استقبال بکنم. میگه من پرونده پادشاهی موروثی رو بستم، خودم هم عرض کنم که جمهوری خواهم. اما در این حال من خودم رو که میشناسم، من میدونم که وقتی میگم من جمهوری خواهم، منظورم اینه که من جمهوریت خواهم. معنی جمهوریت خواهی چیه؟ یعنی یه نظامی که مردم صاحب مملکت باشن، همه مناصب رو مردم انتخاب بکنن، برای این مناصب زمان معین تعیین بکنن و هر صاحب منصبی رو هم در برابر خودشون پاسخگو بدونن. جمهور یعنی اکثریت مردم، جمهوریت یعنی حاکمیت اکثریت یک ملت با حفظ حقوق اقلیت که حالا وارد اون یکیش نمیشه. پس هر جور نظام موروثی بی مسئولیت و غیر پاسخگو رو باید گذاشت کنار. اسمش مثلا ولایت فقیه و
ببینید چه جونی داره این مرتی که میکنه برای اینکه پسر خودش رو بکنه جانشین خودش، میخواد برگرده به سیستم موروزی، همونطور که در خود اسلام اتفاق افتاد. شما سنیش رو که نگاه بکنید، اول بزرگان قوم بلند شدن رفتن به زیر سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت کردن، بعد از ابوبکر با عمر بیعت کردن، بعد با عثمان بیعت کردن، بعد با علی بیعت کردن. اما کار رسید به دست آقای سلسله بنی امیه، یهو پادشاهی برگشتش و حکومت موروثی به نام خلیفه موروثی آغاز شد. یعنی همیشه این تمایل وجود داره که کسی که قدرت رو میگیره بخواد قدرت رو در خانواده خودش مستقر بکنه. و اتفاقا یکی از تلاش هایی که متفکرین سیاسی جهان توی این 200 ساله اخیر کردن این بوده که چجوری میشه جلوی این که یک منصب غیر موروثی رو موروثی بکنن رو بگیریم. در یک نظام جمهوریتی فقط که اگه مردم دلشون خواست رئیس مملکتشون رو به عربی بگن رئیس جمهور یا به فارسی بگن پادشاه، تغییری در واقعیت مسئله نده. این معنی جمهوریته. پس من اگر امروز آقای رضا پهلوی رو فکر کنم که مردم به خاطر شایستگی های خودش به عنوان شاه انتخابی یا رئیس جمهور نمادین انتخاب بکنن، که من مشکلی ندارم با این ماجرا، اما از یادم هم نمیره که انتخاب یعنی برگزیدن از میان نامزدهای مختلف. یعنی فردا روزی چه مردم بخوان پادشاهی غیر موروثی داشته باشن، چه جمهوری غیر موروثی داشته باشن، آقای رضا پهلوی هم یکی از نامزدهای پادشاهی یا جمهوری در یک نظام جمهوریتیه. و اتوماتیک نمیشه گفتش که ایشون تنها نامزد این جریان هستن. اتفاقا در این مورد حزب مشروطه اقدام به این کار کرده. یعنی شما برید ماده 4 اساسنامه حزب مشروطه رو بخونید، میگویند که ترجیح ما نظام پادشاهیه، نامزد ما برای این منصب شاهزاده رضا پهلویه. وقتی میگید نامزد یعنی که نامزدهای دیگه هم وجود داره. این تخم لغ رو اگر تخم لغ باشه، حزب مشروطه شکسته. نکته دیگه اینه که تا به حال در اردوگاه جمهوری خواها یه راحتی خیالی وجود داشت. یعنی این باور رو داشتن که رضا پهلوی در محدوده گزینه پادشاهی موروثی قرار داره و اگر ما تلاش بکنیم که پس از انحلال رژیم اسلامی مردم نظام جمهوری رو ترجیح میدن، خود به خود ایشون بازنشسته شده میره پی کارش. بنابراین ما باید قضیه رو بذاریم روی این که حکومت پادشاهی نمیخواهیم، به فکرشون هم نمیرسید ممکنه پادشاهی انتخابی هم مطرح بشه، و ما جمهوری رو میخواهیم. خب حالا ما رسیدیم به یه موقعیتی که خود این شاهزاده رضا پهلوی پادشاهی کلاسیک موروثی رو تعطیل کرده، پروندهش هم بسته و در نتیجه آمده جلو، میتونه در مسابقه انتخاب پادشاه انتخابی و هم در مسابقه رئیس جمهور انتخابی نامزد بشه. تکلیف چی؟ من به عنوان یه فعال سیاسی در هر دوتای این انتخابات به ایشون رأی خواهم داد، برای اینکه همقد ایشون من در اپوزیسیون کسی رو نمیشناسم. اما توجه کنید که جمهوری خواهایی که تا حالا یقین داشتن که انتخابات مردم در آینده هرگز بازگشته به سلطنت موروثی که انقلاب پروندهشو بسته نخواهد بود و در نتیجه از همکنون تکلیف
شاهزاده رضا پهلوی هم روشنه. اما اقدام اخیر شاهزاده اونارم از خواب این یقین بیدار کرده. میبینن که ای داد بیداد، رضا پهلوی به عنوان یه شهروند آمده میدون و میتونه اگر بخواد خودش رو هم برای پادشاهی انتخابی و هم برای ریاست جمهوری انتخابی نامزد بکنه و یک سری از جمهوری خواهانی مثل اسماعیل نوریالا هم از حالا اعلام میکنن که در هر صورت به ایشون رأی میدن. معنی این چیه؟ یعنی اونهایی که تا حالا خودشون رو رئیس جمهور حکومت آینده ایران میدیدند یک باره با یه حریف قدری روبرو شدن که یک سر و گردن از اونا بلندتره. همین چند روز پیش توی یه مطلبی دیدم یه نویسندهی با تعجب گفته بودش که وقتی که در گذشته رضا پهلوی به عنوان عامل حفظ سلطنت موروثی شناخته شده بود، همه لعن و تعنیش میکردن جمهوری خواه و ردش میکردن. حالا که خودش آمده جلو میگه من توارث رو رد میکنم، جمهوری خواهم هستم، دیگه چرا اینا بهش دارن میپرن ملامتش میکنن، باهاش مخالفت میکنن؟ چرا؟ از نظر من به خاطر اینکه ایشون دکون اونها رو هم تخته کرده. در نتیجه اجازه بدید که من نظراتم رو با این نکته به نظر خودم مهم تموم کنم که تازه همه این حرفهایی که زدیم مشروط به اینه که این آقای رضا پهلوی در این قامت جدید قصد داره در اپوزیسیون فعال ما بمونه و یا اینکه خودشو میخواد یواش 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 عرض کنم از میدون خارج بکنه. بنابراین ما لازمه که به همه این احتمالات فکر کنیم و براش پاسخ داشته باشیم. اگر اظهارات اخیر ایشون میتونه زمزمه های اولیه یه نوع کنارگیری همیشگی از هر نوع فعالیت سیاسی باشه تا ایشون بتونه بره زندگی عادی و بی حادثش رو با همسر و دختران شور کنه، تکلیف چیه؟ اگر چنین گزینه‌ای در اعماق ذهن شاهزاده رضا پهلوی وجود داشته باشه که این حرفایی که در جمع ایرانیان اتریش زدن یک جنبه آغازین طرح این مسئله داشته باشه، اون وقت اپوزیسیون باید در جمیع استراتژی‌های خودش به بازاندیشی بپردازه و یقیناً بدونید که در چنین وضعیتی اون آدم‌های بیخیالی که میگن آقا رضا پهلوی رفت راحت شدیم و مسئله همه حل شده است، قطعاً بازنده خواهند بود. من فکر کردم که به طور صریح این مطالب رو خدمت شما عرض بکنم و امیدوار باشم که شاهزاده به موافقت خودش برای آمدن به مهستان وفادار بمونه و ما در دو سه هفته آینده شاهد حضور باشیم. از حالا پرسش های خودمون رو فراهم بکنیم و به جای نیت خوانی طوری پرسش از ایشون بکنیم که واقعا راه ببریم به اعماق ذهن ایشون و ببینیم که ایشون عرض کنم که داره چه فکر میکنه. من 13 سال پیش در یه مقاله‌ای گفتم که ما ایرانی ها شانس ما اپوزیسیون اینه که ما یک سرمایه ملی داریم. یه جوانی، خب 13 سال پیش جوانترم بودش دیگه، 47 سالش بودش، یک جوان آراسته امروزی مدرن 3 زبون صحبت میکنه، با مسائل سیاسی آشنا هست و میتونه بهترین سخنگوی و سکولار دموکرات هم هست، جمهوریت خواه هم هست و میتونه بهترین معرف و عرض کنم که سخنگوی ما ایرانی ها باشه و هر کسی که بخواد این شایستگی ها رو از ایشون سرد بکنه به ایران و ایرانی خیانت کرد. اما خب همیشه مشکل من این بودش که
وقتی مسئله موروثی بودن پادشاهی مطرح میشه، ما از کجا میدونیم که اولا در قانون اساسی آینده چه پیشبینی هایی خواهد شد؟ جانشین ایشون از همین خاندان ایشون چقدر با ارزه است، چقدر دارای شایستگی، اینا رو که نمیدونیم. بنابراین با اینکه من ایشون رو سرمایه ملی میدونستم، اما ته ذهنم این مسئله همیشه به صورت یه تلواسه‌ای وجود داشتش. خب ایشون آمده در واقع خیال آدمای مثل منم روشن کرده دیگه، میگه که آقا من توارث رو قبول ندارم. من فکر میکنم که اتفاقا با این قدم ایشون واقعا سرمایه ملی ما شده. حیفه که چنین سرمایه ای رو اگر خودش هم میل داشته باشه که کنارگیری کنه و بره، ما رهاش بکنیم. و این به نظر من مسئله ایه که پرونده جدیدی رو در فعالیت های سیاسی ما باز میکنه و من امیدوارم که سکولار دموکرات ها به خاطر اینکه این سرمایه ملی متعلق به سکولار دموکرات هاست، بقیه باید بدون تا برسن به سکولار دموکرات ها در این مورد، به خاطر اینکه این سکولار دموکرات ها بودن که قدم به قدم سعی کردن که این موانع رو از پیش پای ملت ایران بردارن. بنابراین من آنچه را که اتفاق افتاده به فال نیک میگیرم. امیدوارم که یک مرتبه اپوزیسیون ما بسیار بسیار قوی تر از گذشته باشه، بتونه مرکزیتی پیدا کنه، بتونه در مقابل حکومت اسلامی قد علم بکنه و عرض کنم که اون قدرت رو پیدا بکنه که حالا مثل خمینی بی تربیت نباشه که تو دهن دولت بزنه، بلکه به این آخوندا بگه که پاشید پاشید از جاتون بیاییم بیرون، این مملکت مال شماها نیست، مال توضیح المسائل شماها نیست، شما برید بچپید توی اون همون حوزه ها و مساجد خودتون و برای آخرت مردم پیشنهاد بکنید. امروز دنیای امروز مال سکولار دموکراسیه، مال حاکمیت ملیه و ما این وضعیت رو در ایران مستقر خواهیم کرد، چه شما بخواید چه نخواهید، چه آقای بایدن بخواد نخواد، چه روسیه و چین بخواد نخواد. ملت ایران به محض اینکه آلترناتیو خودشون رو یافتند و تونستند به خیابان بیان بگن اینو نمیخوایم اون رو میخواهیم، فرداش حکومت اسلامی وجود خارجی نخواهد داشت. ما با چنگ و دندون باید موانع راه ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو مرتفع بکنیم تا اینکه جواب کارمون رو از مردم ایران بگیریم که بیان و خواستار استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران باشه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما جناب دکتر. دوستان تقریبا سه ربع دیگر از وقت باقی است. در داخل مهستان دو نفر نوبت گرفتن و دو تا پیام داریم، از بیرونم هست. من وقت میدم فعلا به آقای کیانی از داخل مهستان. بفرمایید. من ابتدا درود میگویم خدمت تمامی شنوندگان و بینندگان و حاضرین در مجمع و همچنین عید نوروز رو تبریک میگم خدمت بینندگان عزیز. ما در 2580 سال از تاریخ شاهنشاهی قرار داریم. تاریخ شاهنشاهی برخلاف پادشاهی مشروطه به شکلی از سامانی حکومتی گفته می شود که دارای سرزمین هایی با زبان ها، نژادها و فرهنگ های گوناگون است که یک شخص در رأس آن به عنوان شاهنشاه قرار دارد که دارای چندین ساتراپ و نخست وزیر است. وجه بارز چنین سامانه حکومتی امنیت و یک پارچگی کشور هست. از مشخصات سامانه شاهنشاهی میتوان به هخامنشیان اشاره کرد که دارای سیستمی سکولار، زبان رسمی و زبانهای محلی، ارتش منسجم بودند، پول واحد.
چنین سامانی حکومتی میتواند با معیارهای دموکراسی امروز همچون انتخابی بودن این نهاد، داشتن محدودیت زمانی، غیر موروثی بودن، آینده کشورمان را ایران بدون پیشوند و یا پسوند به یک لیبرال دموکراسی پویا برساند همچون کشورهای غربی. مؤسس اینجا تشریفاتی بودن کاخ ریاست هستش و سیستم محوری بودن این سامانه حکومتی. من فکر میکنم این سخنرانی آقای رضا پهلوی اخیر یک گام بزرگی بود در جهت اتحاد اپوزیسیون با توجه به ذهنیت پادشاه خواهی که در جامعه ایران هست و با توجه به تجربه‌ای که ما در دوره پهلوی رژیم کنونی داشتیم، همچنان سایه استبداد در جامعه حاکم است و شخص ایشان متوجه چنین خطری هست. مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون آقای کیانی. خانم قیاسمند عزیز، شما پیام‌ها رو بفرمایید بخونید. بله چشم. عرض کنم که من به همون ترتیبی که پیام ها رو دریافت کردم پیام ها رو میخونم. نفر بعدی که پیام فرستادن آقای منصور تربیت هستند از لس آنجلس. نوشتند ایشان بر اساس قانون اساسی مشروطه وارث سلطنت است. وقتی خودشان سال هاست که از قانون اساسی جدید حرف میزنند، در این صورت معنایش این است که سلطنت تعریف شده در آن قانون هم منتفی است. ما باید به آینده فکر کنیم. گذشته گذشته است. اگر نقطه نظری نیست من... بله یکی دیگه هم بفهمم. پیام بعدی پیام آقای سام فیروزی هست. من امیدوارم پیام رو درست بخونم از لحاظ گرامری. درود به همه و جناب دانشور گرامی. آیا در مدل انتخاباتی مخالفین پادشاه انتخاب شده بر اساس رأی مردم در یک انتخابات اکثریتی کمتر از انتخاب موروثی نیست؟ چون رضایت کامل مردمی هم در انتخابات موروثی وجود ندارد. و دو اینکه آیا افرادی که اعتقاد دارند اصلا شاهزاده در آینده سیاسی ایران کنار گذاشته شود، تا به حال راه حلی کاربردی برای براندازی ارائه کردند؟ با توجه به اینکه شاهزاده پادشاهی موروثی را هم رد کرده اند و دیگر بهانه‌ای باقی نمی‌ماند. با تشکر. مرسی. چون خطاب به آقای دانشوره پاسخی داریم؟ بله، من به جناب سام فیروزی میگم که عرض شد خدمتتون. ببینید، ما دو جور میتونیم صحبت کنیم. یکی صحبتایی که تو هم با احساسات و علاقمندی‌های شخصیمونه، یکی با دقت بر مفاهیمی که میگیم. تو دموکراسی هر کلمه هر مفهوم خاصی داره و نمیتونی هر جا به کارش بری. وقتی میگی مردم ایران یک فرد شایسته رو انتخاب کنن، ریاست جمهور انتخاب کردی، حالا اسم دوست روزی رو پادشاه بذار، عیبی نداره. اون رئیس جمهوره، برای قدرت سیاسی گرفته. شما شایستگی رو بیشتر باید در خود سیستم ببینی در دموکراسی، نه در افراد. من گفتم ما بارها اتفاق افتاده در سیستم های دموکراتیک آدم ناشایستی اومده برای اتفاق نیفتاده، سیستم از بین نرفته، رفته کنار. حتی ما رئیس جمهور فرانسه رو داریم که الان محکوم شده به زندان، معلومه کار ناشایست کرده، ولی سیستم فرانسه به هم نخورده. بنابراین اگر ما خانه دموکراسی هستیم، اگر خانه سیستم دموکراتیک هستیم، باید به پرنسیم های دموکراسی هم وفادار بمونیم. بحث من همش سر اینه، اگر شما پادش انتخاب میکنین، شما در واقع انتخاب بین چند نفر میکنین؟ بین یه نفر که انتخاب نمیکنین. انتخابات یعنی انتخاب بین چند نفره، چند تا حزب، چند تا آدمه. اگر شما انتخاب میکنین، معنا داره انتخاب، یعنی که مردم به این فرد انتخاب شده قدرتشون رو میدن، یعنی این نماینده مردم میشه. خب در این اسم میذارن جمهوری. این که در حکومت‌های موروثی، در دموکراسی‌هایی که با پادشاهی موروثی هست، علتش اینه که اصولاً این دیگه قدرت نداره. بحث سر این نیست که موروثی بودن قدرت. حالا یه بحث تو ایرانی ها هست، میگن ایرانی ها ملتی هست که اگه یک پادشاه موروثی هم باشه اون رو خرابش میکنن. این دلیلی نداره. تا حالا نتونستن ثابت کنن. یه سری تجربه نام میبرن
ولی در پاسخ میشه گفت این مینا ملتی هم که اگه دموکراسی هم بود این کار نمی کرد. خب در نتیجه انتخاب بودن یک پادشاه یعنی انتخاب کردن یک رئیس جمهور. پادشاه موروثی در دموکراسی کار مسئولیت سیاسی نداره که قدرت داشته باشه، اصلا نباید بهش قدرت بدی. یعنی سیستم دموکراسی به پادشاه موروثی قدرت نمیده. گفتم بشه یه که پارچه‌ای که شما حالا یکم بهتر پارچه‌ای که شما میره تو مسابقات میبرین مردم به قدرت نداره. اون پارچه اون یک جنبه نماد ملی داره، چه قدرتی داره؟ حالا اینم میشه تو قانون اساسی تعیینش کرد. در بعضی جاها دولت ها معرفی میشن به پادشاه، در بعضی جاها سنتیه مثل انگلستان پادشاه قدرتایی داره ولی اعمال نمیکنه. اینا برمیگرده همه به تعادل نیروها، برمیگرده به درجه رشد دموکراسی. شما اگه جمهوری هم بکنین فکر کردین خب جمهوری هم اتفاق میفته، یک رئیس جمهور آدمکش جنایتکار میتونه تبدیل بشه اگر دموکراسی از خودش حفاظت نکنه. اتفاقا تجربه باز تاریخی نشون میده که رئیس جمهوری های دیکتاتور 100 برابر بدتر از عملکردشون از پادشاه های دیکتاتور. بالاخره پادشاه دیکتاتور از اونجا که پادشاه همه ملته، از اونجا که بخشن جیباش پر کرده یا آرستوکراسی پشتش بوده یا پول داره یا زمین داره، اونقدر حریص نیست که مثل آقای خامنه‌ای که میاد روی کار رئیس جمهور یا رئیس جمهورش اینا جیباشونو بخوام بکنن جنایت کنن فلان. تجربه تاریخی همین نشون میده. بنابراین مسئله سر پادشاه یا رئیس جمهور نیست، مسئله اینه که در مورد آقای رضا پهلوی به این دلیل اهمیت داره امروز پادشاه، حالا که اگه نمیخواد که هیچ تمومه، به این دلیل که پایگاه قوی اجتماعی داره و از این پایگاه قوی اجتماعی تو میتونه استفاده کنی در جهت استقرار دموکراسی. امیدوارم تا حدی پاسخ شده. خیلی ممنون. آقای شهرام عباس‌پور بفهم. ممنونم جان دانشور با درود مجدد. ضمن تشکر از صحبت‌های آقای نوری‌علا، من سوالی برام پیش اومد که تا به الان حالا شاید به خاطر مشغله کاری بهش بر نخوردم. امیدوارم اولا صحبت‌های آقای نوری‌علا برخی رو به اصطلاح به واکنش واداره و واکنش‌هایی رو ببینیم به هر حال تا زمانی که شاهزاده تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. ولی به طور مشخص من هنوز از حزب مشروطه و شورای مدیریت گذار هم هیچ واکنشی لااقل من ندیدم. فقط این سوال من بود که اگر دوستانی اطلاعی دارن که تا به الان واکنشی از طرف اونها بوده، من فقط اینو میخواستم ببینم که واکنشی یا بوده یا نه. چون آقای نوری‌علا به فرشگرد یه تیکه کوتاهی اشاره کردن، ولی برای من شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه یه مقدار مهم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. برای پاسخ به سوال آقای عباس‌پور، دوستانی که شرکت داشتن یا دارن در شورای گذار، یا آقای دکتر یا آقای عبدهی، پاسخی دارید؟ جان داشتن نوبت گرفتن. آقای مفخمی نوبت گرفتن که پاسخ بده. آقای مفخمی بفرمایید. من آخرین اطلاعی که دارم حزب مشروطه معتقد است که شاهزاده حرف جدیدی نزده است. البته حالا کاری نداریم به این که چجور اونها تعبیر میکنن، ولی تصمیم بر این است که این رو به عهده مردم بگذارن، به عهده انتخاب مردم، همونجور که آقای نوری‌علا هم گفتن به هر حال این به عهده مردم است که با اظهار نظرهای خودشون تو در مدت فعلی و یا در رفراندوم آینده این تصمیم رو بگیرند و حالا متقاعد بکنن یا نکنن شاهزاده را، اون دیگه امر دیگری است، ولی به عهده مردم باید گذاشته بشه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما جناب مفخمی. خانم قیاسفند، دو تا پیام هست، ممکنی پیام رو لطف کنید بخونید؟ داخل اتاق رو میفرمایید؟ بله. آقای علی خوش‌سیرت نوشتند آنچه باید در نظر داشت بنمایه‌های فرهنگی ایرانیان بوده که همیشه در طول تاریخ باعث بازتولید دیکتاتوری شده است. بنابراین اگر سیستمی که موروثی بوده و انتخابی نباشد، همانطور که در حال حاضر نیز می‌شود از طرز فکر و رفتار بعضی از
سلطنت طلبان هم دریافت بعید به نظر میرسد که سیستم پادشاهی در ایران آزادی و دموکراسی را برمقام بیاورد. بله مرسی، اینم یک نظری است. از بیرون پیام گرس لطفی. بله چشم. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن من فکر میکنم حرکت شاهزاده در راستای حل مشکل اپوزیسیون هست. رد کردن سلطنت موروثی یعنی رای دادن به جمهوریت که در آن پادشاهی و ریاست جمهوری شبیه هم میشوند و فقط انتخاب نام رئیس نمادین مملکت که شاه باشد یا رئیس جمهور. و این در واقع تایید نظر مهستان است که 4 سال پیش این پیشنهاد را داد. یک رفراندوم برای تثبیت ساختار مبتنی بر جمهوریت و سپس یک رفراندوم دوم در مورد اینکه رئیس نمادین مملکت را چه بنامیم. من به شما مهستانیان تبریک میگویم که واقعا آینده نگر هستید. نفهم کنم ایشون میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد رو میفرمایند اگر اشتباه نکنم. درسته. خیلی ممنون از توجهشون به نظرات مهستان. آقای دانشور افنو بفرمایید. ببین همین خانم صحبتی که فرمودن، این حرف و حرف شاهزاده رو اگر اینجوری نیا کنیم درسته. اگر بگیم که به رفراندوم گذاشته بشه، یعنی خودش یعنی همون چیزی که خود شاهزاده میگه، یک مبنای انتخابی داشته بشه. رفراندوم انتخابات نیست، به خاطر که بین چیزی و چیزی انتخاب، بین آدم ها انتخاب نمیکنه برای یک موضوع، بلکه رفراندوم به یک آریانه پاسخ میده. بنابراین اگر مردم ایران توی رفراندوم بگن آری شاهزاده رضا پهلوی مشروط برای که شما چم بخواد پادشاه ماست، در واقع این مسئله انجام شده خود به خود، بدون اینکه قدرت سیاسی بگیره لزومن. به خاطر که فرق میکنه این یه رفراندوم، شما حتی وقتی که قانون اساسی به رفراندوم میزنید معنیش انتخابات نیست. انتخابات در دموکراسی همون مفهومی داره که من توضیح دادم. بنابراین اینجای تناقض نیست. یعنی اگر من تو صحبتام گفتم اگر 3 تا آلترناتیو شازده گفت، اگر منظورش این شکل رفراندوم این درسته، هیچ ایرادی نداره، یعنی اینکه علی رغم اینکه پذیرش مردمی داره ولی توسط مردم انتخاب به اون مفهوم نشده. خیلی ممنون. آقای عباسپور نوشتن به گمان من آقای عبدی قصد داشتن به سوال من پاسخ دهند، اگر اینطوری است بفرمایید. آقای عبدی من اول سوال دقیق متوجه نشدم، ولی تا جایی که من خبر دارم دکتر نوری‌الله اطمینان بهتر از من بدونن، شورای مدیریت گذار یک پاسخ واحدی رو در واقع تحلیل نکردن و ارائه بدن، ولی سخنگوی شورا من صحبتاشون رو در همون مجاری عمومی که دوستان هم شنیدم. آقای شهریار آهی صحبت کردن در 2-3 تا از رسانه ها، خب ایشون استقبال کردن. آقای شریعت مداری هم از کل موضوع در یکی از رسانه آمدن، ایشون هم استقبال کردن، ولی اینکه تحلیلشون چیست و اینکه از سیاسی شورا چه کار بایستی بکنه در این زمینه، من نمیدونم که آیا شورا تصمیم گرفت یا نه. یعنی تا جایی که میدونم همچه اتفاقی نیفتاد، تصمیم جمعی گرفته نشده که آیا باید واکنش مشخصی به صورت سازمانی نشون بدیم، ولی دکتر نوری‌الله قطعا بیشتر از من میدونم. خیلی ممنون جناب عبدالی. آقای دکتر شما بیشتر از ایشون در جریان هستید، بفرمایید اگر خبری. ببینید من که البته سخنگوی شورا نیستم، اصلا شورا تا حالا سخنگوی هم نداشته، یعنی آقای آهی که سخنگوی انتخابی بودند کمتر در نقش سخنگو صحبت کرده، بیشتر آقای شریعت مداری هستن که این وظیفه رو بر عهده دارن. اولین یادم هم نمیاد که تو شورا اصلا راجع به این قضیه به بحث نشسته باشن. البته من یه تقریبا 2 هفته‌ای هست که نتونستم در جلسات شورا شرکت بکنم، نمیدونم، ولی دستور جلسه و گزارش جلسه رو که خوندم صحبتی از این قضیه نشده. اما خب به محض اینکه این چیز آمد روی اینترنت، این فایل صوتی، آقای شریعت مداری در فیسبوک خودش نوشتش که
welcome to the club. به باشگاه ما خوش آمدید. که خب آدم میتونه هم منفی بگیره این حرف رو، هم میتونه مثبت بگیره. چون یه طعنه‌ای هم توش هستش دیگه، یعنی کجا بودی تا حالا؟ حالا آمدی، خوش آمدی. ما خیلی پیش از تو این به این فکر و حرف رو بودیم. که من اصلا نپسندیدم این نوع برخورد آقای شریعت مداری و با ایشون صحبت کردم. ایشون گفتن که نه، من هیچ قصد عرض کنم که چیز نداشتم، تخفیف نداشتم و خیلی هم خوشحالم که اتفاق افتاده، ولی چون دقیقا از دقایقش مطلع نیستم به خودم یک ماه وقت دادم که بشینم ببینم که ایشون بعد از این حرف ها چه حرف های خواهند زد و این حرف ها، و بعد تکلیف خودم رو روشن خواهم که اگر واقعا آنچه که ایشون گفتن همانیست که فکر میکنن و اجرا خواهند کرد، من خودم به ایشون زنگ میزنم، با ایشون صحبت میکنم و من این جمله رو بگم، من مرید آقای رضا پهلوی خواهم شد اگر این حرفا درست باشه. منم گفتم پس من یک ماهی از حضور شما مرخصی میگیرم تا شما تصمیمتون رو بگیرید و بعد دو مرتبه با هم صحبت بکنید. و از اون به بعدم در جلسات شورا شرکت نکردم، چون دستور جلسه هم نبود که میخوان راجع به این موضوع صحبت بکنه، و همچنان منتظر هستم که عرض کنم که ایشون دقیقا تصمیم خودش رو بگیره و ببره به شورا، مدیران شورا تصمیمش بکنن و بعدم بیان اعلام بکنن. در حال حاضر یه علامت سوال در مورد واکنش شورا نسبت به صحبت‌های آقای رضا پهلوی وجود داره. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما دکتر. خانم قیاسمند، پیام یکی از لطف بفرمایید. بله، سپاسگزارم. آقای رضا تالش از لندن نوشتن: من برای شاهزاده احترام زیادی قائل هستم، مشخصا بعد از حرف‌های اخیر، ولی من موافق نیستم که الان دیگر هیچ کس وجود ندارد به جز یک مقدار احزاب طرفدار تجزیه خواهی و افراد قدرت طلب. ما نباید به عنوان روشنفکر تک محوری را تبلیغ کنیم و خود و اپوزیسیون را حالا یتیم حس کنیم. اگر واکنشی نیست من پیام بعدی رو بخونم. دوستان اگر واکنش نه خیر، اجازه بدین کسی واکنش نداره به سخنان؟ نه خیر. چرا؟ آقای دانشور واکنش داره. ببینید، ایشون به نظر من یک مسئله مهمی رو مطرح میکنه که میگه ما تک محوری فرد محوری نکنیم، ولی اپوزیسیون هم یتیمونه نبینیم. ببینید، خیلی بحثای زیادی توی این مسئله است. اولا اینکه اپوزیسیون یعنی چی؟ اینو باید توضیح بدیم. گفتم ما اپوزیسیونی که داریم باید تعریفش کنیم به نظر سازمانی، نظر مفهومی. نکته بعدی اینه که در جوامع گذار از ما قبل دموکراسی به دموکراسی، در خیلی موارد الیت روشن فکر جامعه است که بازی رو تا آخر میبره، یعنی میبره نگه برنده میشه، بازی میکنه، در واقع ایفا میکنه روشو. ما در داخل کشور، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، پر از فرهیختگان سیاسی، هنرمند، تکنولوژیک، همه چی داریم، کم نیستن. بنابراین اون گروه و اون الیت سیاسی فرهنگی که قابلیت های این امر داشته باشه کاملا داریم. ما چیزی که نداریم در واقع برای گذار، اون برنامه معینی که به مردم و به روشنفکران و به الیت سیاسی جامعه و الیت هنرمند، روشنفکر و غیر و غیر رو راهی رو بتونه نشون بده که این راه شانسش برای گذار به دموکراسی از همه بیشتر بشه. این طوریه که حول این برنامه میشه آدم ها جمع بشن. مشکل اپوزیسیون ما چی؟ ما میگیم اپوزیسیون اینه در واقع که همه این چیزا، نقطه هایی که خودشون اپوزیسیون میدونن، همشون برنامه های گزارشون برنامه های شخصی خودشونه. مثلا ببینید، شما وقتی میگی مثلا ما میخواهیم گزار کنیم که فیزیک و شیمی رو به زبان مثلا بلوچی درس بدیم، این برنامه شخصیه.
یه برنامه‌ای که مال گذار نیست، این برنامه‌ای که بعداً دولت دموکراتیک تصمیم می‌گیره راجبش. راجع کردین یعنی یا ما می‌خوایم به زنان این حقوق رو بدیم. شما نمی‌تونید به زنان حقوق بدین. این مبارزه زنانن که حقوق خودشون رو توی قانون اساسی می‌گیرن. ببینید یعنی مشخص کردن وظایفی که ربطی به دوران گذار به دموکراسی نداره، یعنی طرح مسائل حزبی گروهی فردی، اینو از کار خراب کرده. اگه یا مثلا وقتی که آقای سازمان امرار، سازمان مجاهدین، هر چند سازمان مافیایی مزخرفی من کاری بهش ندارم، وقتی میاد از قبل مثلا میخوام نگرش نگاه بهشون بدم، از قبل رئیس جمهور تعیین میکنه، یعنی نمیفهمه که در گذار به دموکراسی اول هنوز معلومه رئیس جمهور پادشاست، ثانی اگه رئیس جمهور هم باشه هنوز قوانین تعیین رئیس جمهور نوشته نشده، تو چطوری میخوای رئیس جمهور برای مملکت تعیین کنی؟ یا هنوز نمیفهمن که در دوران گذار دولت گذار قدرت معینی داره، هر کاری نمیتونه بکنه، یک کاری میتونه بکنه یک کاری نمیتونه بکنه، رو این بحث نمیکنه مثلا. یعنی مشکل اپوزیشن اینه که علی هی با دهن خودمون پر کنیم اپوزیشن اپوزیشن، بعد اپوزیشن چی است، نقشه هاش چیه، برنامه هاش چیه؟ ما یه شورای مدیریت گذار فقط داریم تا به حال که برنامه هکی داده که توش هم هر چی انتقاد یه بخش انتقاد کردیم پاسخ داده، یه بخش انتقادی منش پاسخ نداده، راجع کردیم یه مشکلاتی داره، خب چند حل نشده. بقیه اپوزیشن نکن چی میگه به جز حرفای کلی، هیچ دیگه نیست، آزادی دموکراسی حقوق بشر فلان، خب اینا که اینا برنامه نیست که، اینا یک مفهوم تکرار مفاهیم کلیه، این تکرار مفاهیم کلی به ما خصلت اپوزیشن نمیده مطلقا. خیلی ممنون، مرسی. از بیرون خانم قیاسمند بازم هست؟ بله، پیام خیلی زیاد هست آقای دانشفر، گمون نکنم بتونم همه پیام ها رو بخونم. انتخاب میتونی انتخاب کنیم اونایی که بیشتر مربوط میشه بحث روز ما، چند تا پرسرم بخونید اگه لازم شد، دو تا سه تا پرسرم بخونید اگه لازم شد راجبش واکنششون میدن دوستان. حتماً. آقای حمید قزوینی در یوتیوب نوشتند جناب دانشفر، در فرهنگ آکسفورد دیکتاتوری را حکومتی بدون قانون اساسی، مجلس و مناسبت‌های سیاسی دانسته است. فرهنگ آکسفورد را دور بیاندازیم و فرهنگ شما را جای آن بگذاریم. ایران مشروطه در زمان شاه مجلس و قانون اساسی و احزاب سیاسی، مطبوعات، تشکل‌های اجتماعی نداشت. جناب دانشور، وقتی مخالفان شاه در پرانتز چپ، مصدقی، اسلامیست، هزار بار بدتر از دیکتاتور و قدرت پرست و دروغگو بودند، انتظار دارید مردم دوران شاه که ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، ارزانی و فراوانی بود را آرزو نکنند؟ سیستم جمهوری در ایران سم است. کافیست خانه را به مستأجر دهید یا نگهداری صاحب خانه را مقایسه کنید. در مشروطه مملکت نظم و تداوم تصمیمات و ثبات مدیر در مشروطه مملکت نظم و تداوم تصمیمات و ثبات مدیریت دارد که ایران به آن نیاز دارد و جناب نارمکی مردم دنبال تئوری نیستند، فریاد میزنند کشور که شاه ندارد حساب کتاب نداره. عذر میخوام واقعا من چون پیام خیلی طولانیه منم خسته شدم. مردم فریاد میزنند کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره. از این واضح‌تر میشود کدام رئیس جمهور آمده تا دار و دسته‌اش را برای خوردن نیاورد؟ چرا سیاست را عوام‌گرایی میکنید؟ مرسی. اگر یکی دوتا دیگه هم بخونید بعد دوستان اگه خواستن پاسخ بدن بعد پاسخ. من فکر میکنم که پاسخ طولانی از جناب آقای دانشفر و آقای نارمکی خواهیم داشت در این مورد، اما من پیام بعدی رو هم میخونم که آقای دیوید از اروپا نوشتند. با درود بر دوستان گرامی در مهستان، در غرب برخلاف مشکلات فرهنگی ایرانیان، آزادی اندیشه، مسئولیت پذیری و استقلال فرد همراه خود بچه متولد می شود. من عذرخواهی میکنم از آقای دیوید، از اونجایی که خودشون پیامشون رو خوب ننوشتن من هم مسلما خیلی خوانا نمیتونم این رو بخونم. یعنی بچه بعد از تولد اول از پدر و مادر خود و بعد در مدرسه یاد میگیرد که به خود و جامعه خود مسئولیت پذیر و مستقل باشد. بسیاری از ایرانیان هنوز دنبال این فرد و آن فرد هستند. ما برای دموکراسی احتیاج به نهادهای دموکراسی داریم، نه به فرد. نظر دوستان به این موضوع چیست؟ با سپاس از شما. مرسی از شما. آقای دانشور.
من فکر میکنم که این آقایی که از گفت به من گفت فرهنگ آکسفورد رو دور بیاندازیم فرهنگ شما رو بگیریم، فکر کنم قضیه خوب نگرفت چیزی من گفتم. من اولا گفتم که در ایران این شعارا داده شده، علت چرخش تفکر مردم به طرف پرهیار گفتم و به همین دلیل اینجا مورد حمله هم قرار گرفتم که من پادشاه خواهم. ولی اگر ایشون راجع به تعبه آکسفورد احتیاج نیست مراجعه کنن، مراجعه کنن به سخنان خود شاهزاده رضا پهلوی، دموکراسی رو فرقشو با دیکتاتوری کاملا روشن بیان کرده، بنابراین من تکرار نخواهم کرد. حرف آقای دیوید هم کاملا درسته، یعنی در واقع دموکراسی بدون نهادهای دموکراتیک اصلا غیر قابل اجرا و غیر قابل هستیش، یعنی هستیش از بمیر اگرم به وجود بیاد. یعنی درست این حرف کاملا، دموکراسی هم انتخابات هم نهادهای دموکراتیک، جامعه مدنی اثر آزادی های فردی اجتماعی و سیاسی پیش بینی شده در قانون حکومت قانون، همه اینا تو دموکراسی هست، کاملا درسته. کسی میخواد دموکراسی در کشور مستقر کنه باید همه اینا رو قشنگ مطالعه کنه، بره دنبالش و تجربه کنه، بخصوص برای کسایی که خارج کشورن. دیگه تو زندگی رو معمولا تو کشورهای دموکراتیک هم خیلی کار دشوار نیست، میتونن این مسئله در عمل هم محک تجربه بشن. مرسی. جناب نارویکی شما پاسخی دارید؟ واکنشی. فرصتی شد که من یه تسکیه حساب بکنم با این شعار کشوری که شاه نداره حساب کتاب نداره، که اینو برخی به نظر من افرادی در سواد تقلیل یافته گفتن. کشوری که قانون نداره حساب کتاب نداره، کشوری که مبارز نداره حساب کتاب نداره. حالا اگر شما مبارزش هستی دوست گرامی، بیا برای قانون من شدنش کمک بکن تا حساب کتاب داشته باشه. کشورش میتونه شاه داشته باشه، آدم خور باشه شاهش، یا جمهوری رئیس جمهور داشته باشه و آدم خور باشه، یا هیچ کدومو نداشته باشه، آدما همدیگه رو بخورن. یاد بگیر که قانون اولویت داره، چه وجود شاه باشه نباشه، جمهوری باشه یا نباشه، و برای آوردن کشوری که حساب کتاب داشته باشه، من و تو باید تبدیل به مبارز بشیم. خیلی ممنون از شما. پیام بعدی خانم جاسم. بله حتما. آقای مهدی از دانمارک که قبلا هم سوال پرسیده بودن، حدودا اوایل نشست، باز پرسیدند ایشان باید موقعیت ایران در حال حاضر را بداند. ایران می تواند به یک ویرانه خانه درآید. هر سخنی باید در زمان خودش زده شود. وقتی که ایرانیان در ایران به دموکراسی عادت داده شوند، ما ایرانی ها بیش از 5 میلیون در خارج هستیم و هنوز نتوانستیم. من اجازه بدید من یک بار دیگه این پیام را از ابتدا بخونم. ایشان باید موقعیت ایران در حال حاضر را بدانند. ایران می تواند به یک ویرانه خانه درآید. هر سخنی باید در زمان خودش زده شود. وقتی که ایرانیان در ایران به دموکراسی عادت داده شوند، ما ایرانی ها بیش از 5 میلیون در خارج هستیم و هنوز نتوانستیم یک اپوزیسیون با قدرت ایجاد کنیم. من می ترسم از تکه تکه شدن ایران. مرسی. اگر که کسی واکنشی داره درست، یکی بعدی رو بخونیم، صحبت کردیم داریم. میم دوست در یوتیوب نوشتند حسن شریعت مداری منتظر است که رضا پهلوی دیگر چه خواهد گفت. رضا پهلوی هم منتظر است تا واکنش ها به فایل صوتی او چه خواهد بود. اگر یک فرصتی به من بدید که من چند تا سوال دیگر رو همینجوری منظم کنم ممنون میشم ازتون. بفرمایید. دوستان اگر واکنشی ندارند آیا نسبت به پرسش ها؟ البته پرسش نبود، بیشتر پیام بود، نظر بود بیشتر. عذرخواهی میکنم. آقای محسن خوشخلق در یوتیوب نوشتند آقای نوریالا چرا قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان رو به بحث نمیگذارید؟ چرا سانسور میکنید؟ خواهش میکنم آقای دکتر نوریالا پاسخ بدید. باور بفرمایید به جد این سوال کننده، من اصلا همچین کنگره رو تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اگر که ایشون میشناسند عرض کنم که از طرف من به اولیای اون کنگره بگن که با من تماس بگیرن تا ترتیب آمدنشون داده بشه. مرسی. خیلی ممنون.
آقای دانشور، من یک پیام دیگر رو میخونم، باید به من اجازه بدید یکم استراحت کنم. عذرخواهی میکنم از جمع یک رو باقی مونده. آقای بهروز از شرق آمریکا در ادامه باز نوشتن فعالیت‌های انتخاباتی حتی در دموکراسی‌های مهم دنیا همواره در معرض فساد و همراهی با منافع ویژه و گروهی هستند. برای برنده شدن در یک انتخابات، مثلا یک بار در عمر انتخابات، مثلا یک بار در عمر هر نسلی، چقدر نیاز به تبلیغات و هزینه و نیرو خواهد بود که هر کاندیدایی را میتواند به مسیرهای نادرست برای تامین منابع لازم جهت برنده شدن هدایت کند. حتی ایده پادشاهی انتخابی هم میتواند بسیار خطرناک باشد، خصوصا اگر مادام العمر یا دراز مدت باشد. آیا این به نظر یک ابداع بسیار خطرناک نیست که ما مردم که یک بار ابداع جمهوری اسلامی را تجربه کرده ایم، دوباره همان مسیر را نرویم و چرخ را از نو ابداع نکنیم؟ خیلی ممنون از شما. یه استراحتی بکنید، شما حالا میپرزیم به داخل. خیلی ممنونم، مرسی. از داخل دوستان کسی واکنشی به آدم من بفرمین آقای داشت؟ من فکر میکنم حرفی که آقای بهروز از امریکا زد حرف قابل تأملیه، توش واقعیاتی هم وجود داره. همواره توی انتخابات، حالا کم و بیشتر، بعضی کشورها بیشتر بعضی کشورها کمتر، بستگی به سیستم کنترل و سیستم نظارت انتخابات هم داره، بستگی به قانون اساسیش هم داره، این اتفاق میفته. یعنی اینکه مخصوصا مثلا در کشور مثل امریکا، خب نقش پول خیلی اهمیت داره توی انتخابات. میدونید چون میلیاردها دلار صرف انتخابات امریکا میشه، هر دو حزب دیگه، این صورت خیلی افراطیش توی امریکاست. در جای دیگه هم حالا کم و بیش همینطوری هست. بنابراین انتخابات همواره توش سوء استفاده قدرت، پول و اینام دخالت داره، در این تردیدی نیست. اما برای آینده ایران، اگر روشنفکران و اون قدرت سیاسی های موقتی که میخواد جامعه رو به طرف دموکراسی بره، و اون از همه مهمتر قانون اساسی که میخواد نوشته بشه، که امیدواریم با توجه به اینکه ما آخرین دستاوردهای حقوقی و قانونی جهان در دستمونه و بسیار زیاد از روشنفکران ایرانی مسلطن به زبانهای مختلف، بسیار ما حقوقدانهای خوب داریم و غیر و غیر، و یک قانون اساسی تدوین کنن که درش این مفاهیم خوب جا بیفته و روشهای جلوگیری از این مفسده رو در انتخابات داشته باشن. وگرنه صرف انتخابات همیشه، خب در جمهوری اسلامی نگاه کنید انتخابات هم بود. خب یه نکته است. یه نکته دیگه اینه که چیزی که انتخابات رو تقریبا تضمین میکنه نهادهای مدنیه. یعنی هرچی ما در یک جامعه نهادهای مدنی قوی تر داشته باشیم، یعنی هرچی سیستم کنترل بیشتر باشه، امکان برگزاری انتخابات درست خیلی بیشتره. این یک واقعیتیه. یعنی مثلا شما امروز تقریبا در کشورهای اروپایی تقریبا نمیبینید انتخابات که توش تقلب بشه، یا اگر تقلب میشه، اگر بشه اینجا اونجا، بعد مصیبت داره برای متقلب، اصلا ممکنه اون حزب از عرصه روزگار بره بیرون، برای که انتخابات دو حزبی نیست در اروپا. در اروپا میگین مثلا توی یک کشور خیلی کوچولو ممکنه 5 تا حزب خیلی عرصه تاریخی و رگ‌گریشه دار فعالیت میکنه. اینه که و از اون گذشته احزاب به نسبت تعداد افرادی که دارن سوبسیدی میگیرن برای گردوندن اوزای حزبشون. بنابراین کنترل خیلی خوبیه. یعنی کمتر شما، مثلا من خودم که نزدیک 26 سال توی کشور اروپایی زندگی میکنم، نشنیدم تقلب در انتخابات اروپایی. یعنی واقعا در هیچ کشوری. حالا ممکنه یک اشتباه یا تقلبات کوچیکی خود مردم میکنن، نه این فرم کنه با تقلبات سیستماتیکی که ممکنه یه حزب باشه. بنابراین امکانش وجود داره. پس نتیجه که من از این صحبت ها میگیرم اینه که در این بستگی داره پیشبینی حقوقدانان و قانوندانان و تسلط اونا به این مفاهیم. برای همین هم از که همیشه بگیم حقوقدانان و قانوندانان بهترین دموکرات ها هستن، برای که اینا واقعا این چیزا رو میفهمن و میتونن به شکل قانونی وارد قانونش کنن، وارد قانون اساسیش کنن و تو قانونهای بعدی هم همینجور بیارن بهش توجه کنن. و این تنارایی که میشه گرفت، ولی به این دلیل که امکان تقلب وجود داره، شما نمیتونید از خود کل سیستم دموکراسی صرف نظر کنید. چون وقتی از سیستم دموکراسی صرف نظر کنید، دیگه فقط تقلب انتخاباتی نیست، تقلب در تمام شئون مملکت و زندگی مردم خواهد بود. و دموکراسی اون آخرین دستاورد
یک بشر متمدن امروز به دست آورده، منتهاش باید پیش بینی کرد، باید درس آموزی کرد از اشتباهی که در جای دیگه انجام بشه. مرسی. اگر شما امروز خسته هستین من سوال تر کنم خانم یاسمین. نه، یه پرسش دیگه، یک نظر دیگه هستش، آقای علی طهورا در فیسبوک نوشتن، اگر اجازه بدید اون رو هم بخونم. باشه. ایشون نوشتند آقای رضا پهلوی 43 سال تمام تلاش خیش را برای به تخت نشستن در گروه‌ها و دستجات و شوراهای مختلف کردند تا حد برپایی دستگاه مسخره‌ای به نام فرش کرد و در یکی یکی آنها شکست خوردند تا بر اثر به سنگ خوردن و همیت نکردن مردم از خواب گران برخواستند. بنابراین تقدس‌گرایی را باید به کنار نهاد و اما این بیداری ایشان گامی مهم در سیاست و آینده ایران است و می شود با احتیاط آن را به فال نیک گرفت و از این زاویه وی را رادیکال تر نمود و وادار به نوشتن یک قطعنامه نهایی پایان سلطنت به هر شکل آن تا بخشی از سلطنت طلبان نیز به این بیداری بپیوندند یا حداقل خونسا شوند و دیگر سد راه جنبش آزادی خواهانه ایران نباشند. این گام اول است و پس از آن مردمند که تصمیم میگیرند. مردم. سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. جناب نارمکی افنو زدیم، بفرم. حالا نویسنده این کامنت خیلی خود همه چیز دانی داشت توش، که یعنی ایشون مرجعیه که داره همه چیز رو به درستی تشخیص میده و فرشگرد رو مسخره میکنه و غیره. اولا فرشگرد رو شاهزاده درست نکرد، قسمت از تلاش بخش از جوانان پهلوی خواه یا پادشاهی خواه بود که درست شد و گلی بیش از اون هم، اگر اون شکست خورده گلی بهتر از اون هم توی هیچ دروازه جمهوری خواه ها نزدن. من خودم مصدقی هم، مصدقی ها هم نزدن. اساسا این گونه ادبیات، ادبیات اتفاقا کهنه و خیلی عقب افتاده ایه، یعنی خود رو مرجع دونستن و همه رو به زیر کشیدن. بهتره که خود رو هم قد دیگران بدونیم و بفهمیم که بحث مقدس بودن نبوده اتفاقا، و با گفتمان میشه موضوع رو برد جلو. از موضع بالا نگاه کردن به سلطنت، صرفا سلطنت، اینا تبلیغات خیلی قدیمیه، به نظر من مربوط به حزب توده بود در قدیم که چنین کاری رو میکرد. اساسا از یک موضع بسیار بسیار بالا همه چیز رو تغییر میکرد مگر چیزی که در راستای خودش باشه. این دوست ما یک کمی بیاد مثل خود ما زمینی بشه، با هم بریم جلو. مرسی. خیلی ممنون. دوستان، هفته دیگه به پایان این نشست باقی است. باز هم میتونیم یک پیام دیگه، احتمالا یکی دو تا پیام کوتاه اگه باشه بخونیم و بریم به طرف پایانی. حتما اگر اجازه بدید. آقای پویا دولت‌شاهی اینجا نوشتن مردم ایران باید به طور کلی به دنبال ایجاد کشوری باشند که قانون اساسی آن ضامن سکولاریسم و حقوق بشر باشد. قانونی برای مشروعیت بخشیدن به سیستم و حکومت سکولار دموکرات، چه این سیستم پادشاهی نمادین باشد چه جمهوری. ما نباید به دنبال سیستمی برویم که در پی مشروعیت بخشیدن به یک فرد و یا یک نهاد خاص باشد. و اما آقای مهدی مجدداً نوشتند، آقای مهدی از دانمارک، که من به ایشون پیشنهاد میکنم اصلا به مهستان بپیوندند که بتونن به راحتی پرسش ها و نظراتشون رو مطرح کنن، چون از ابتدای نشست همراه ما هستن. ایشون نوشتند با تشکر، آخرین سوال، اگر بعد از رسیدن به دموکراسی ما بتوانیم سامانه پادشاهی را از قوم های ایران به نوبت انتخاب کنیم، این به یک پارچگی ایران کمک خواهد کرد. نظر ایشون هست. اگر شما دوستان نقطه نظری دارید ممنون میشم بفرمایید. نظری نیست. من اساسا فکر میکنم که در آینده باید یک کنفرانسی تشکیل بشه راجع به این که چه پیشنهادهایی در مورد نظام آینده ایران وجود داره، اینها بررسی بشه، عرض کنم سود و زیانشون سنجیده بشه و این هم مثل کارهایی که در مهستان ما میکنیم و اسنادی رو تقدیم میکنیم برای دولت آینده یا قانون اساسی آینده،
در این مورد هم چنین کاری بشه، برای اینکه ما وارد یک عصر جدیدی شدیم با گفتاری که شاهزاده بیان کرده و اینقدر آلترناتیف های مختلفی رو در مورد شکل نظام آینده ایران مطرح میکنه که لااقل بشه اینها رو منظم کرد، دستبندی کرد و به صورت یه سند به تاریخ تحویل داد. خب این یکی از فکرهای خیلی خوبیه که در واقع ما رو برمیگردونه به همون دوران اشکانی و مهستان دوران اشکانی. یعنی اینکه مثلا اگر که ما رو تعدادی استان داریم که هنوز نمیدونم در آینده تکلیف تقسیمات کشوری در ایران چگونه خواهد بود، چون تا به حال که تقسیمات کشوری سیاسی بوده نه با توجه به وضعیت منطقه و نیازهای مردم منطقه. ولی اگر که مثلا یکی از پیشنهادات این باشه که وقتی تقسیمات جدید کشوری مطرح شد، اون وقت هر منطقه ای، هر استانی میتونه کاندیدی رو در یک انتخابات داخلی مثلا پیشنهاد بکنه به یک مجلس ملی، چیزی که مثلا در اون دوره‌ای که قانون اساسی تعیین میکنه او رئیس مملکت باشه. این هم به نظر من یک پیشنهاد عادلانه میتونه باشه. مهم حفظ تمامیت ارضی، حفظ یگانگی ملت ایران و حفظ تداوم تاریخی کشور ما هست. اگر این رو به عنوان هدف در نظر بگیریم و شکل نظام آینده ایران رو برای رسیدن به چنین هدفی در نظر داشته باشیم، اون وقت پیشنهادات خیلی خوبی رو میشه هم مطرح کرد هم مورد مطالعه قرار داد. اما اگر که هدفمون تکه تکه کردن ایرانه، تکه تکه کردن مردم ایرانه و به هم زدن یک تداوم تاریخی، خب اون مسئله دیگری است و موضوع بحث ما نمیتونه باشه. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما دکتر. 3 دقیقه دیگه به پایان وقت. آقای دانشور، F9 مال قبلی مال جدیده؟ من میخواستم اجازه بدین همین حرفای آقای نوری الان یه چیز اضافه کنم بهش. در واقع صحبته که آقای نوری الکت حرف کامله، یعنی به نظر من جامعه مانه، یعنی منظور تداوم تاریخی این کشوره و این حرف هم درسته که اینا باید گفتگو بشه. همین حرف کاملا صحیح. فقط من این نکته بین آقای مهدی از دانمارک دوست دیگه بگم که انتخاب ادواری پادشاه از اقوام مختلف ایرانی راهن برای هیچکی نیست، یعنی حتی خود برای خود اقوام فایده ای نداره، چون اون چه اهمیت داره در نظام دموکراتیک، نظام دموکراتیک مبتنی بر نظام حزبیه. یه حزب میبینید تو همه کشور شعبه داره، آدم داره، در نتیجه ممکنه امروز بهترین آدمش از کردستان باشه، ممکنه در انتخابات بعدی بهترین آدمش از نمیدونم لاریجان باشه یا چیز دیگه باشه. در سیستم حزبی و دموکراسی مسئله این تکه کشور اون تکه کشور نیست، مسئله برگزیدگان احزابن، چون احزابن که وارد مبارزه انتخاباتی میشن و سرنوشت سیاسی میخوان به دست بگیرن. بنابراین خیلی وقت شما مثلا میبینی که یه نفری از یه گوشه پیدا میشه هیچ کم نمیشناسش، ولی اون شناخت تو حزب بوده، چون اون رو بهترین آدمی و مناسبترین آدم برای این کار انتخاب کرده. و قطعا این هم خود به خود ادواری خواهد شد، به خاطر هیچ وقت بهترین آدمای احزاب تو مرکز نیستن، هرگز این اتفاق نمیفته. در خود ایران رو اگه شما نکنید، ما خیلی وقتا اهالی آذربایجان قدرت سیاسی در ایران داشتن، شعارا به خاطر شایستگیشون یا هر چی بوده. یعنی هیچ این کار نادرستیه به نظر من، ادواری کردن این داستان جز برای ریاست جمهوری یا نمیدونم پادشاه. خیلی ممنون، دقیقاً سر وقت. دوستان خسته نباشین. با تشکر از آقای سعید بهبانی برای پخش زنده این برنامه و خانم قیاسوند گرامی که با زحمت زیاد تمام پیام‌ها رو به داخل رسوندن و همه دوستانی که شرکت کردن، برای همه شب خوش و هفته آینده هفته خوبی رو آرزو می‌کنم. خیلی ممنون. درود بر شما و بدرود.